از اون دوران یونان باستان تا الان این ایده همینطور مورد بحث و گفتگو بوده و خب مورد علاقه انسان ها هم بوده. و ولی اون چیزی که در عمل در زندگی اجتماعی مردم حاکم بوده در طول این هزاره های گذشته دموکراسی نبوده و نگرانی های زیادی در مورد دموکراسی وجود داشته تا الان. من از یه کتابی که تو همین دهه اخیر چاپ شده تا مجله تایم که رو جلدش نگران کالاپس دموکراسی بوده گذاشتم اینجا که بدون این نگرانی در مورد دموکراسی فقط مربوط به سنت تامس آکوینس که اینجا من سایتش کردم نیست. همین الانم هم در واقع این نگرانی ها در مورد اینکه آیا دموکراسی موفق هست یا نیست وجود داره و مثال هاش رو هم در آمریکا می‌بینیم هم در جاهای دیگه می‌بینیم که مردم در مورد فانکشنالیتی دموکراسی و فرجایل بودن نتایجش یه نگران هایی دارن. حالا این کوتو از سنت تامس آکوینس گذاشتم اینجا، میگه که ستم یا ظلم در واقع وقتی که تصمیم گیری ها بیفته بر اساس پولیارکی، یعنی چندین نفر بخوان تصمیم بگیرن، کمتر نمیشه نسبت به موقعی که پادشاهی وجود داره. در واقع اینجا داره پادشاهی رو جاستیفای میکنه، میگه فکر نکنین که اگر که پادشاهی بره و به جای مونارکی پولیارکی به وجود بیاد ستم کمتر میشه. هرچند که خودش هم میگه که توی حتی توی مونارکیکال سیستم بد نیست اگر که در سطوح پایین‌تر دولت به اشراف و مردم و غیرم فرصتی برای اظهار نظر داده بشه. باز می‌بینید این تنش توی خود گفتهای از زمان سنت تامس آکوینس وجود داره، در زمان یونان باستان هم وجود داشته و در طول در واقع زندگی بشر و تاریخ بشر یه عده‌ای بودن که فکر میکردن که بهتره که تصمیمات خودشون رو اجرا کنن. اینجوری به طور خلاصه بگم که فکر میکردن که اگر که من تصمیمی که خودم گرفتم اجرا بکنم بهتر از این هستش که بیام و تصمیمات دیگران رو گوش بکنم. و یه عده‌ای بودن که فکر میکردن که خب نه، من تصمیمات گروه برگزیدگان اگه گرفته بشه، لنین مثلا و تیمش اسمش گذاشتن اوانگارد، کسایی که پیشروهای جامعه هستن، این از 1000 سال 2000 سال قبل از قرن بیستم هم این وجود داشته که اگه یه عده‌ای که آدمای برگزیده هستن تصمیم بگیرن واسه جامعه بهتره تا اینکه مثلا ما اجازه بدیم که همه این تصمیم رو بگیرن. و یه عده دیگه هم بودن که این گروه سوم هستش در واقع که میگن که اگر ما بیایم و اون یه نظری رو بگیم و مردم رو مجبور به تبعیت بکنیم نتیجه بهتری حاصل میشه تا اینکه بخوایم همه رو متقاعد بکنیم. و شما میتونید حس بزنید که هر کدوم از این افراد یک آرگومنتی برای این طرز فکر خودشون داشتن. خب یه عده بودن که فکر میکردن که بهتره که دولت کار رگولاتور رو انجام بده، کنترل بکنه، ولی تصمیمات بتونه توسط افراد شخصی گرفته بشه ولی دولت رگولاتور باشه. و این رنج در طول تاریخ وجود داشته. کمتر کسی بوده در طول تاریخ که معتقد بوده که خارج از این چیزها امیدی وجود داره برای سیستم‌های اجتماعی. در ایدئال معتقد بودن که بله خب خوبه که اگه میشد همه میشد تصمیم گیری بکنن و اینا بعضیا، ولی اکثرا طرز تفکرشون توی این دومین قرار میگرفته. و به خاطر اینکه در واقع طرز فکر توی این دومین بوده، نحوه حکومت بیشتر تاریخ بشر خب استثناءات این ور اون ور بوده و خود اتوکراسی هم انواع مختلف داره، ولی بیشتر تاریخ بشر
رو نگاه بکنین اتوکراسی بوده، یعنی یک نفری در واقع تصمیم میگرفته که چه کاری باید انجام بشه، یه سوپریم پاوری وجود داشته که تصمیمات رو میگرفته و تصمیمات در بر دست اون فرد بوده. حالا این در واقع اتوکراسی و تصمیماتی که متمرکز در یک فرد میشه، در دوران بیشتر دوران تاریخ که دوران مونارکی بوده و بیشتر دوران پادشاهی هم دوران دسپاتیک مونارکی بوده، در واقع ابسولوت مونارکی یا دسپاتیک مونارکی بیشتر این تاریخ 5000 سال گذشته رو شامل میشه تا الان که اینا در واقع حالا میبینیم که در واقع این طرز دسپاتیک مونارکی به خصوص در قرن پیش کنار گذاشته شده. ولی فرمای دیگه اتوکراسی هم وجود داره مثل توتالیتاریانیزم که در واقع استیت میخواد که همه ابعاد زندگی فرد و تصمیمات اجتماعی رو کنترل بکنه. مثلا درسته که دسپاتیک مونارکی یعنی پادشاهی استبدادی از بین رفته، ولی انواع دیگه طرز فکر اتوکراسی هنوز وجود داره مثل وان پارتی سیستم ها و غیره. و آلترناتیو دیگه‌ای که خیلی جاها دیده میشه میلیتاری دیکتاتورشیپ، رژیم هایی که واقعا یک گروه خواصی جامعه رو کنترل میکنن، بیشترشون هم میلیتاری هستن یا به ضرب زور میلیتاری با حمایت میلیتاری هستن و در واقع یه ریفورمی رو ما میبینیم در تاریخ بشر صورت گرفته. ولی هرچند که دیسپاتیک مونارکی ها تقریبا کنار داشته شدن، ولی این فرم های دیگه هنوز در جهان دیده میشن. من اینجا برای اینکه براتون جالب بشه عکس این آقا رو گذاشتم که مینی جوب تنشون هست. ایشون لوئیس 14 هستن، لوئی 14. ایشون سمبل دوران سلطنت مطلقه دسپاتیک مونارکی یا ابسولوت مونارکی در اروپا بودن و یک شخص در این، ایشون فقط یک نمونه هستش، من اینجا گذاشتم چون با کفش پاشنه بلندش به نظرم جالب بود، ولی در این دوران تاریخ بشر تا 300-400 سال پیش یا حتی بیشتر تا 200 سال پیش حکومت ها به دست افرادی مثل ایشون بوده که فکر میکردن که با توجه به وضعیت جهان و وضعیت سابجکت های خودشون به انهای اون 4 نوعی که توی اون سلاید اول نشون دادم، به یکی از این حرف ها خودشون رو متقاعد میکردن که در واقع یکی از این 4 طریق که یا اینکه بهتره که خودش تصمیم بگیره یا بهتره که نده دست دیگران یا اینکه دیگران رو مجبور بکنه که اون فکری که خودش میخواد بکنه، این فکر رو میکردن. واقعا من اینو میخوام که درک کنیم هممون که واقعا تا قبل از انقلاب آمریکا این تصور وجود داشته که حکومت پادشاهی که تصمیم میگیره برای دیگران بهترین نوع حکومته و این طرز توجیهش هم برای عموم مردم اکثرا این بوده که در واقع این فردی که الان به حکومت رسیده for some reason مربوط میشه به در واقع جبر الهی، وگرنه اگه خدا نمیخواست این فرد قدرت دستش قرار نمیگرفت و این ناجی ما هستش و در واقع جانشین خدا هست و به نوعی این توجیه می شده از طریق ریلیشنشیپ این فرد با جبری که در جهان حاکم از طرف خدا و حالا که به قدرت رسیده بهتره بذاریم این تصمیم رو بگیره. ولی در پس این من معتقدم که اینکه ما در واقع بشریت توی این 20,000 سال گذشته از غارنشینی که اومده بیرون و کشاورزی و غیره یه سری مشکلاتی در زمینه آگاهی و سواد و غیره وجود داشته که به این افراد امکان میداده که این رو
بپذیرن، یعنی مسائل فیزیبیلیتی و واقعی هم وجود داشته که افرادی که زور بیشتر داشتن از لحاظهای مختلف، زور بیشتر یا دانش بیشتر یا فن بیشتری داشتن، قدرت رو به دست می گرفتن و این خودشون رو جاستیفای می کردن که در واقع از روش دیسپاتیک مونارکی یا اتوکراسی برای انجام حکومتشون استفاده کنن. حالا این واقعا این عکس رو من انتخاب کردم برای اینکه عظمت این اهرام ثلاثه و سایر آتپوت هایی که این سیستم حکومتی مونارکی، حکومت پادشاهی استبدادی در طول تاریخ به بار آورده و جاستیفیکیشناش که حالا فرعون فکر میکرده خود خداست، اینکه فکر میکرده جانشین خداست و غیره، یه سری محصولات عجیب و مگنیفیسنتی به بار آورده. الان که این آدم ها رو در کنار این ارتفاع اهرام ثلاثه هر کسی ببینه میتونه متوجه بشه که خب این برای انسانی که از قارنشینی رسیده به کشاورزی و در مرحله 4000 سال پیش بوده، ساخت یک همچین چیزی احتیاج به یک سیویلیزیشن و استراکچر اجتماعی خاصی داشته. ولی این استراکچر اجتماعی خاص که این محصولات رو به بار آورده و خب البته بشر این مراحل رو طی کرده تا به روزگار کنونی ما رسیده، آنچنان زخمهایی در روح انسانهایی که در اون محیط زندگی میکردن گذاشته که اثرش تا الان باقیه. یعنی این دورانی که این فرعون مصر مردم رو و برده‌هاش رو موبالایز کرده و ازشون استفاده کرده که همچین اثر مگنیفیسنتی رو به وجود بیارن، یا چیزای دیگه‌ای که حالا توریست ها میرن و به به چهچه میکنن مثل دیوار چین و غیره، اینا آثار جراحات زیادی تو روان بشر گذاشته. اگه دقت کنین تمام ادیان ابراهیمی داستانشون داستان این کسانیست که تحت این ظلم فرعون بودن و به انها مختلف سعی کردن که از چنگ این ماجرا فرار کنن، و این همطور دین بعد از دین نقل شده و این جراحتی که این وجود برده باقیه. یعنی این نوع حکومتی که استبدادی ممکنه منجر به آتکامای خیلی جالبی یا عجیبی، حالا جالب شاید نشه اسمش گذاشت، ولی سیگنیفیکانت مگنیفیسنتی بشه، ولی آثاری که روی کسانی که این سنگا رو جابجا کردن گذاشته منجر به اسطوره هایی شده که همطور در تاریخ ما ادامه پیدا کرده، تا اینکه یک انقلابی در تاریخ بشر فرا میرسه. من میخوام که دوستان، حالا نمیدونم به چه صورت میخوان اجازه بدن، اگر کسی میتونه حدس بزنه این نوشته مال کجاست، اجازه بدن که دستشو ببره بالا و به ما بگه. و میخوام دوست دارم که دوستان حدس بزنن که این نوشته نوشته چیه. اگر کسی، من بذار ببینم میتونم ببینم کسی دستشو بالا کرده یا نه، اگر کسی دستشو بالا کرده میتونه حدس بزنه این چیه، دوستان اجازه بدن که میکروفونشون رو باز کنن به ما بگن که این چی هست، این نوشته کی هست. خب کسی نکنه، من این یک قدم دیگه میریم جلوتر، اینم اضافه میکنم، بگن این نوشته کی هستش. سلام، من حدس میزنم مال جان لاکه. خب بریم نزدیک میشیم، بسیار عالی، هول و هوش، ولی هنوز دقیق از این اسپسیفیک تر میتونیم بگیم، حتما الهام گرفته شده هست. حالا بگیم ملکه کی نوشته اینو. خب این یعنی ترای کنین، ضرر نداره، تو ذهن خودتون حداقل ترای کنین که این اینو کی نوشته. جان ژاک روسو. آفرین که اینا رو در واقع درست حدس میزنین. این در واقع نوشته ایست که توماس جفرسون در دیکلریشن آف ایندیپندنس آمریکا نوشته. من اینو از دیکلریشن آف ایندیپندنس کات و پیست کردم اینجا، و در واقع
متفکران فرانسوی که الان خیلی از دوستان دونه دونه اسمشون رو گفتن و کسایی که اسمشون هم گفته نشد، اینا یک ایده ای رو در قرن 18 1700 و خورده ای شروع کردن مطرح کردن که این دسپاتیک گاورمنت لزوماً، خب ما خیلی سال باهاش زندگی کردیم، الکی هم نمیخوایم از دستش بدیم، خیلی کارهای خوبی هم کرده، ولی گاهی وقتا لازم هستش که این کنار گذاشته بشه و آلترناتیوی وجود داره. این که اینا آلترناتیوی رو مطرح کردن برای کسایی که دور افتاده بودن از اروپا مثل انقلابیون آمریکا، یک ایدئولوژی رو ایجاد کرد که خیلی جالبه که کسایی که مثلا با ژان ژاک روسو غیر آشنایی هستن وقتی این متن توماس جفرسون رو میخونن به یاد فرانسوی ها میفتن. خیلی من لذت بردم از این اتفاقی که الان افتاد. و بله، و این دیکلریشن آف ایندیپندنس آمریکا یک اکسپریمنت رو در تاریخ بشر شروع کرد که این طرز حکومت پادشاهی که در انواع مختلف وجود داشت، بعضی از پادشاه ها 100% در واقع اتوکرات بودن، بعضیشون با الیت و اشراف و غیره مشورت میکردن تا اون لحظه، در لول های مختلف دیکتاتورشیپ بوده و با توجه به وضعی که بوده نتایجی هم گرفتن. بالاخره امپراتوری های بزرگی در اروپا و در چین، در ایران، این ور اونور وجود داشته و سیویلیزیشن بشر رشد کرده بوده. ولی با انقلاب آمریکا یک تجربه‌ای رو شروع کردن که آقا ما میخوایم که یک چیز جدیدی رو انتخاب بکنیم و یک راه جدیدی رو تجربه کنیم. این تجربه رو زودتر از خود فرانسوی ها آمریکایی ها کردن و در همین دوران حکومت پادشاه در جاهای مختلف از اون اتوکراسی زیر سوال برده شد و ایده جدیدی به وجود اومد که در واقع بیایم این پادشاه ها رو از ابسولوت مونارکی باید دیگه بیان بیرون و کم کم ایده کانستیتوشنال دموکراسی و غیره به وجود اومد و پادشاه هم خودشون رو شروع کردن ریبرند کردن، یعنی گفتن که ما در واقع ابسولوت مونارکی نیستیم، ما بنولنت هستیم، بنولنت دسپات. اگه بهترین مدلش که میخواین تو ذهنتون بیاد، مثلا توی ایرانیا دیدگاهی که نسبت به رضا شاه دارن یا تو ترکا دیدگاهی که به آتاتورک دارن، این هستش که انکار نمیکنن که این فرد دیکتاتور بوده و تکروی بوده و تکفردی اتوکرات بوده، ولی در واقع جاستیفیکیشنش این بوده که این فرد خیر ما رو خواسته و کارهایی رو کرده که برای ما مفید بوده. یه لحظه گوشی خدمتتون. و یک ایجی در واقع بعد از و پارالل با انقلاب کبیر، انقلاب آمریکا به وجود میاد که بعد منجر به انقلاب فرانسه میشه، که در واقع باید این پذیرفته دیگه نبوده که پادشاه ها خودشون رو بگن آقا همینی که ما میگیم هست و نیست، و باید توجیه میکردن که اقداماتشون خیرخواهانه است و حرکت هایی برای بند گذاشتن روی اقتدار و تکروی این در واقع پادشاهان اروپایی گذاشته میشه. و ما در واقع میرسیم به یک دورانی که این نتیجه گیری در اوائل قرن بیستم، اواخر قرن نوزدهم قطعی بوده که وقتی یه نفر به تنهایی یه تصمیمی رو میگیره این خطرناکه. به انواع مختلف پارلمنتاری دموکراسی اومده بند زده به اقتدار این پادشاه ها، به خصوص بعد از اون. و تجربیات خود قرن بیستم هم تجربه اتحاد جماهیر شوروی که به نوعی همین پذیرش این بوده که و بر اساس این مبنا بوده که خب این گروه اوانگارد یا حزب پیشرو جامعه این قدرت رو به دست میگیره و ما رو به راه نجات راهنمایی میکنه. و تجربه این یه تجربه در واقع با دیدگاه
کمونیستی و سوسیالیستی بوده، دیدگاه کپیتالیستیش نازیای جرمنی هستن که در واقع حزب ناسیونال سوسیالیست با کمک اندستریالیست های آلمانی توجه مردم رو جلب میکنه و دیر شده و بعد این تنش بین در واقع دسپات ها و مردمی که فیلیر های اینا رو میبینن منجر به تغییرات خیلی زیادی در طول قرن بیستم میشه. در واقع 1917 تجربه اتحاد شوروی صورت میگیره که دیگه تا 1930 استالین سر کار بوده و تجربه آلمان هم 1930 شروع میشه تا 1945 تموم میشه و در واقع این ساسپیشن نسبت به اوتوکراسی و توجه به نقاط ضعفش که این اولا که دیگه جاستیفایبل نبوده، تا اواسط قرن بیستم میزان افراد باسواد تو جامعه بیشتر شده بودن و غیره و هزار عوامل اقتصادی دیگه که الان نمیرسم بگم، و از طرف دیگه هم این فیلیر هایی که وجود داشته و از طرف دیگه موفقیت نسبی این تجربه که در آمریکا شکل گرفته بوده منجر به یک تغییرات زیادی میشه. و در واقع من وقتی که به تاریخ قرن بیستم نگاه میکنم یک دورانی رو تصور میکنم که سال به سال در واقع اعضای این خاندان مونارکی در سطح جهانی از بین رفته. این لیست کشورهایی هستش که از 1910 تا الان، لیست از این خیلی مفصل تره ولی من اون کشورهایی رو که در واقع معروف هستن و کشورهای کوچیک و اینا رو حذف کردم که تو این صفحه جا بشه. و میبینیم که همینطور سال به سال در بعضی از دورانها تعداد خیلی زیادشون، این 1918 رو که نگاه بکنین در واقع بعد از جنگ جهانی یا اواخر جنگ جهانی اول هستش، تعداد زیادی از کشورها مونارکی رو گذاشتن کنار و همینطور بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورهای جهان سوم و کشورهایی که تا اون موقع مستعمره بودن تا جنگ جهانی دوم مونارکی رو گذاشتن کنار و همینطور دیگه آخریناش همین انقلاب ایران بوده و اینها که مونارکی رو کنار گذاشتن. این یه میخوام که این دیده بشه که یک روند تاریخی کنار گذاشته شدن مونارکی به عنوان dominant form of در واقع government. حالا البته مونارکی که کنار رفته، ما خیلی از این کشورهای مونارکی سویچ کردن به کانستیتوشنال، نه خیلی هاشون، بعضی هاشون سویچ کردن به کانستیتوشنال مونارکی که اون تضاد بین اوتوکراسی و بدنه جامعه رو از بین بردن، مثل بیشتر ملحقات امپراتوری بریتانیا. این با سویچ به کانستیتوشنال مونارکی این اتفاق افتاده. ولی این مپو من با ادیت کردن مپی که توی ویکی‌پدیا بود رنگاشو طوری تغییر دادم که انواع مختلف شیدهای آبی که تو این نمودار شما الان میبینین نشون دهنده کشورهایی هستش که به نحوی پادشاهی رو کنار گذاشتن و رفتن شدن ریپابلیک. تمام این آبیای پررنگ، آبیای کمرنگ و انواع شیدهای آبی که اینجا میبینین اومدن شدن ریپابلیک. اونایی که باقی موندن که هنوز به صورت نان ریپابلیک اداره میشن یا مربوط میشن به امپراتوری انگلستان، این قرمزا که به صورت در واقع کانستیتوشنال مونارکی هستن و مونارک اون دسپاتیک پاور رو دیگه نداره، یا اینکه فرم‌های جدیدی که در واقع ریپابلیک هستن ولی مونارکی نیستن. حالا این تغییر به ریپابلیک در واقع صورت گرفته در طول این سالها، خیلی از کشورها دیگه مونارکی نیستن، ریپابلیکن.
ولی میخوام توجهتون رو به این جلب بکنم که ریپابلیک شدن یا جمهوری شدن یا از پادشاهی در آمدن معنیش چی هستش. ریپابلیک یک سیستمه که بر مبنای که یک فرد که اون مونوآرک بوده یا پولیآرک بوده دیگه صاحب جامعه نیست. در انواع مختلف مونارکی یا پادشاهی، پادشاه اون میکرده سابجکت هاشو و دامیننس داشته، حالا یا از طرف خدا یا به هر دلیلی. این میگفته آقا من سایه خدام، یا اینکه من قدرت مطلقه هستم for some reason، و یا خود خدا هستم مثل مصر، و من همه چی متعلق به اون بوده. وقتی که جوامع اونرشیپشون دیگه یک was not a private entity owned by a particular ruling group یا a particular person، دیگه متعلق نبوده جامعه به یک فرد، اسم این گذاشته می شده republic. ولی republic بودن به این معنی نیستش که جامعه دموکراتیک شده. به همین خاطر هستش که خیلی ها تعجب می کنن که مثلا خب چرا این مثلا کره شمالی اسمش هست Democratic Republic of North Korea or Democratic People Republic System، و اون یه نفر داره اداره میکنه کیم جونگ something که میرسه به بچهش و این حرفا، خیلی شبیه سیستم پادشاهی. یا این که اگه فکر کنین که نه اونجا نظامی های کره شمالی دارن این کارو میکنن، یا در چین اگر فکر میکنین که حزب کمونیست داره این تصمیماتو میگیره بدون که اجازه بده به دایورسیتی و اینها، اینا همه زیر مجموعه های مختلف اتوریتاریانیزم هستن. یک ورژنی از اتوریتاریانیزم وجود داره که ما بهش میگیم توتالیتاریانیزم یا توتالیتاریان تات، سکول آف تات. این هستش که اینا خیلی اکستریمیست هستن در زمینه اتوریتاریان بودن و نه تنها پلورالیتی رو اجازه نمیدن، بلکه به خودشون اجازه میدن که توی قسمت های مختلف زندگی افراد هم دخالت بکنن و وارد بشن. این توتالیتاریانیسم دیگه یک اکستریم لک آف پلورالیتیه که نه تنها نظرات مخالف رو نمیپذیره، بلکه انتظار داره که بتونه توی اون جزئیات هم دخالت کنه. فقط میخوام اینو توجه کنید. من برگردم به این سلاید قبلی که ما الان در واقع این وضعیت جهان امروز ماست. خیلی موو کردیم از پادشاهی و اینکه بپذیریم که خب همه چیز متعلق به مونارک به for some reason. کشورها این واسهشون قابل قبول موو کردن out of that به republic. ولی این قسمت‌های بلویی که ما می‌بینیم اینجا، قسمت‌های آبی، لزوماً به این معنی نیستش که درشون دموکراسی وجود داره. حالا باید دموکراسی رو ما دقیق‌تر بررسی کنیم. اخیراً این ظرف 10-20 سال اخیر یه موومنت‌های جدیدی هم حالا تو کشورهای مختلف، حتی در آمریکا و در کشورهای دیگه، یه ریسرجنسی به نفع اتوریتاریانیسم دیده میشه. تو اروپا مثلا نئوناتزیا، تو فرانسه دوباره گروه‌های دستراستی افراطی که مثل در واقع به نشنال سوشالیسم و ناسیونالیست هستن و به منافع ملی خودشون بیشتر فکر میکنن. در آمریکا خیلی فهم کنم مثلا وقتی که به آقای ترامپ میگفتن که تو فاشیست هستی، این فحشه. ولی این که یه فردی بیاد بگه آقا من بدهیامو نمیدم، قرارداد بین‌المللی رو قبول ندارم و طرفدار نژاد خودمونم هستم و اینا، واقعا خیلی شبیه به اون چیزی که در واقع رژیم اتوریتاریانی مثل رژیم نازی میگفته. و از طرف دیگه این طرز تفکر که سنترالایزد منیجمنت توسط گروه الیت موفقیت آمیزه دوباره خیلی طرفدار پیدا کرده. خیلی ها الان وضع پیشرفت چین که مدت 3 دهه 12% در سال رشد اقتصادی داشته رو، و مثلا نحوه کنترل کرونا که منجر به کشته های کمتری شده پر کپیتا نسبت به کشورهای دموکراتیک، یک آرگومنتی به قول این وزیر خارجه فرانسه به طرفدارهای اتوریتاریانیسم داده و ضعف های ورژن های مختلف دموکراسی. حالا خواهیم دید که هیچ کدوم از ایمپلمنتیشن های دموکراسی تا
توی این کشورهایی که ریپابلیک شدن تو دیگری‌های مختلفی سعی کردن که دموکراسی رو به اون ریپابلیکشون اضافه بکنن، یعنی نه تنها از چنگ پادشاه خارج شده باشن بلکه تا حدی هم دموکراتیک تصمیم گیری بشه و مردم در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشن. ولی به اتفاقاتی جدیدن داره میفته، مثل اینکه نتونستن کشورهای دموکراسی به خوبی کشورهای اتوریتاریان کنترل بکنن مثل چین و اینها، به خصوص ساکسس چین یک آرگومنتی رو به سمت اتوریتاریانیزم گذاشته. از اون طرف دست راستی ها هم خیلی گرایش پیدا کردن که از در واقع دموکراسی دور بشن و به سمت تکروی حرکت بکنن. خب اگر که سوالی هست، برنینگ کوئسشن، راجع به اینکه یکی از چیزایی که من گفتم خوب بیان نشد یا اینکه نکته رو دوست داریم بگی اینجا بگی، قدم استپ بعدی که میخوام روش صحبت کنم هستش که چرا این اتفاق افتاده، که در واقع باید به این فکر بکنیم که این کشورهایی که ریپابلیک شدن و سعی کردن دموس رو و مردم رو تا یه حدی حداقل در ابعاد مختلف در تصمیم گیریشون شرکت بدن، چرا یه underperforming هایی دارن. میخوام الان اینو شروع کنم، اگر نکته هست بفرمایین که من ادامه بدم. میشه صحبت کرد؟ بله بفرمایین. من البته نمیبینم اتون، بذاری من بیارم ببینم. بفرمایین. یه نکته ای من توی اون R-Word in Data سایتشو میدونید؟ R-Word in Data، این کالرینگی که شما کردید یه کمی فرق داره با اون، که به نظر من با اون R-Word in Data من نگاه کرده بودم ایران نمیشه بگین دموکراسی، یعنی تو اون دموکراسی نیست. بله من یه بار دیگه بیارم، اینا دموکراسی نیستن، اینا ریپابلیک نیستن. بله ولی حالا اونو بعدم میتونم ندونم چجوری براتون بفرستم. این من اون رو دارم، من اون رو برداشتم، رنگ هایی رو که این رنگی که برای ایران هست رو من رنگ کردم، ولی درست. اون رنگش با رنگ آمریکا حتی تو ورژنی که تو ویکی‌پدیا هست یکی هست. این رنگ آبی رو من رنگ نکردم. شما الان بریم توی ویکی‌پدیا همین چارت رو با همین رنگ می‌بینید، ولی رنگ های آبی دیگر رو برای کشورهایی که مثلا سمی پرزیدنشیال ریپابلیک رو توی اون چارت رنگش فرق داشته، من کردم آبی آسمونی. همه اونایی که ریپابلیک بودن به نحوی از آنها کردم شبیه آبی. آره حالا میگم، یعنی برداشت من از دیدن اون اینی که من میگم از ویکی‌پدیا نبود، از سایت R-Word in Data که آمار جهانی میگیرن، هر سال میگیرن و آپدیت میکنن و اینها. حالا اگه یه امکانی بود میتونم تو چت مثلا لینکشو بذارم دوستان ببینن. اون چارت چی هست؟ همین دموکراسی در دنیا. این دموکراسی نیست استاد، کلا لول همین ساب کردم که متوجه بشین که این چیه. این بفهم. که یک کشوری از مونارکی به ریپابلیک انتقال پیدا کرده باشه دلیل بر دموکراسی نیست. مثلا این آبیای کم رنگ من الان بلد نیستی، گفتم یه حرفاشو نازک نمیخواد. و این آبیایی که اینجا میبینین، آبیای کمرنگ تو آفریقا، تو روسیه، تو اروپا، اینا سمی پرزیدنشیال ریپابلیک هستن، یعنی ریپابلیک نیستن که مثل آمریکا یا ایران یا کشورهای دیگه رئیس جمهور داشته باشن. این به صورت در واقع پارلمانشون ریپابلیک رو تعیین میکنه یا به نحو دیگه غیر از رای گیری مستقیم رئیس جمهور تعیین میشن، و بعضی اصلا پارلمنتاری ریپابلیک هستن، یعنی پارلمان رئیس جمهور رو تعیین میکنه، ولی همه اینا به نحوی ریپابلیک هستن. ریپابلیک هستن رو من دقیق واسهتون معنی کردم، معنیش اینه که مونارکی نیستن و وان پارتی استیت هم نیستن، یعنی فرمهای مختلف در واقع توتالیتاریانیزم و یا فرمهای مختلف اتوریتاریانیزم فرمشون نیست. ادعا میکنن که مثلا همه دارایی ها متعلق به پادشاه نیست یا متعلق به حزب نیست، در واقع وجود قدرت فردی رو پذیرفتن. و حالا من یه بار دیگه این رو وقتتون رو نمیگیرم، ولی به نظر من توی اون نموداری که شما رنگ کردید
ایران رو باید وان پارتی استیت میذاشتید، نه اینکه چند پارتی استیت. قبول دارید؟ اینو من دارم اعلام میکنم، این که این کشورها نوع حکومتشون چی هستن رو من تصمیم نگرفتم و موضوع صحبتم نیست. من پیکچری رو که توی ویکیپیدیا بوده استفاده کردم. شما اگر که دوست دارین ویکیپیدیا رو ادیت بکنین و بگین که ایران وان پارتی سیستمه، لابد اونجا آدیتورای ویکیپیدیا هم از شما خواهند خواست که اسم اون پارتی رو وارد بکنین. ولی من فکر میکنم اون ادیتورایی که این پیج رو توی ویکیپیدیا در ارتباط با ریپابلیک تدوین کردن، منظورشون همین فرم حکومتی هستش و فرمالیزم سیستم هستش و این جمله که a private entity در واقع is not owned by a ruling group. یعنی شما میتونین در این کشورها مال مال خودتونه و مال ملکه یا مال پادشاه یا مال حزب نیست و فرد میتونه ادعای مستقل بودن از پادشاه یا مستقل بودن از دولت داشته باشه. در این حده. من فکر میکنم بیشتر نگرانی شما از این هستش که هنوز با اینکه این همه من سعی کردم بین ریپابلیک و دموکراسی تمایز قائل نمیشیم. این که ما یک کشوری رو ریپابلیک بپذیریم به معنی داشتن چندین حزب نیست. الان دارم، چقدر خوب شد که من سعی کردم تا اینو بتونم توضیح بدم. ما میتونیم ریپابلیک داشته باشیم. الان ببینین قسمتی که من قرمز کردم، یه ریپابلیک میتونه وجود داشته باشه بدون اینکه پولیتیکال پلورالیتی توش وجود داشته باشه. میتونه وجود داشته باشه که اتوکراتیک یا اولیگارکیک اداره بشه یا حتی توتالیتاریان باشه. این ناقض ریپابلیک بودنش نیست، یعنی فرم حکومتیش به صورت ریپابلیکه، ولی اون کسی که ریپابلیک میشونه اون بالا مثلا رهبر چین. مرسی. اون تو من سوالم با اون تعریف ریپابلیک بود برام، که شما فرمودین اون بخشی که قرمز کردین، فرمودین که یعنی اون جیس اون چیز اصلیش اینه که شما اجازه پرایوت، یعنی این که مالکیت خصوصی برقرار باشه، درسته؟ من... هم مالکیت خصوصی هم مالکیت فرد بر جانش. توجه داشته باشین که توی حکومت‌های در واقع authoritarian که یکی از انواعش همین دسپاتیک مونارکی هستش، مونارک نه تنها اونر همه زمین ها و لند هست، اونر جان مردم هم هست. برای کسی که بخواد جان کسی رو بگیره، تا همین چند صد سال پیش احتیاج به آرگومنت نداشته، مگه اینکه تا حدی که قدرت تقسیم میشده، مثلا نظامی ها رو باید جاستیفای میکرده، روحانیون رو باید جاستیفای میکرده و این حرفا. ولی در واقع پذیرفته شده بوده که اگر که این در واقع بازی قدرت رو درست انجام میداده، جان و مال و همه، نه فقط مال، در واقع بعد از در وقت در دسپاتیک مونارکی که کنار گذاشته میشه، شما نه تنها مالک لند خودت هستی، مالک جان خودت، مالک تصمیم گیری و آزادی های خودت هم هستی. حالا سوالم اینه، آیا واقعا مثلا توی سیستم های اتوریتریان یا توتالیتاریسم واقعا ما همچین چیزی رو، یعنی یه جور تعریفیه که تو خودش یک جور انگاری تناقض داره، یعنی اینکه شما انگاری مثلا میتونید شما یه حکومت توتالیتاریان داشته باشی که هر وقت تصمیم بگیره مالکیت شما رو بر یه چیزی سلب کنه، چون این تعریف اونه. و اینجا یه جور انگاری نقض غرض، یعنی تعریف با خودش دچار تضاد میشه. نمیشه؟ من بله، نه دچار تضاد میشه، ولی این واقعیتی است که وجود داره. یعنی فرض کنین که Democratic People Republic of North Korea ادعا میکنه که ریپابلیک، در حالی که پولیتیکال پلورالیتیش در حد صفره، در حدی که به خاطر هم من انتقاد شما رو به این میپذیرم. و این یه چیز متاسفانه هستش که ما میبینیم که ریپابلیک در این حد و لغتش مورد استفاده قرار میگیره. این بیشتر به خاطر این هستش که فرض کن در کره شمالی یا در فرض کن دموکراتیک ریپابلیک جرمنی که سالها آلمان شرقی بود، اینا ریپابلیک رو دقیقاً به همین معنی که شما اینجا میبینین برداشت میکردن و به خودشون به خاطر همین برداشت هستش که این اجازه رو میدن که بگن ریپابلیک، و این ورد ریپابلیک به این صورت ازش استفاده شده. و
با اینکه پلورالیتی ندارن به صرف اینکه تئوریتیکلی مثلا حزب کمونیست میگه آقا جان من از طرف طبقه کارگر دارم منافع اکثریت جامعه رو تامین میکنم به این خاطر دموکراتیکم و خب هیچ چیزی هم که متعلق به ما نیست، ما یه انسان از خود گذشته آوانگارد هستیم، پس بنابراین منافعی هم واسه خودمون نداره، مال شما مال ما نیست، پس بنابراین میگن که ما ریپابلیک هستیم. هرچند که شما میتونیم بگین که این فرد که میتونه با یک تصمیم فردی خودش زندگی منو بگیره، مالمو فلان کنه، منو بفرسته سیبری، این چه جور ریپابلیکیه؟ من انتقاد شما رو وارد میدونم و با این استفاده‌ای که واقعا داره میشه راضی نیستم، ولی this is the way that it is. اگر هر طرف دیگه از ریپابلیک بگیرین دوچار این میشین که در واقع و باید بگین که نصف از کشورهای دنیا یا شاید بگم بیشتر کشورهای دنیا که خودشون رو ریپابلیک مینامن، من میگم اینا ریپابلیک نیستن. ولی اگر استفاده لغت ریپابلیک اونطوری که در تاریخ انجام شده و کشورهایی که خودشون رو ریپابلیک نامیدن رو ملاک قرار بدین، this is how it is. مرسی. من با انتقاد شما به ترتیب برای اینکه این استفاده درستی نیست و میسلیدینگه و در واقع غلطه، موافقم. خیلی ممنون. و حالا ما موافق هستیم و دوست داریم که این دموکراسی تو این ریپابلیکا ریشه بده. اگر دموکراسی، حالا تعریف‌های مختلفی داشتم میگفتم، در این ریپابلیکا نشت پیدا بکنه، به اون برداشت و انتظاری که ما از در واقع تسلط شخص بر زندگی و مال و جان و آزادی خودش هست نزدیکتر خواهد شد این ریپابلیکا. ولی واقعیتش اینه که ریپابلیک، همونطور که دوستمون هم اشاره کرد، یه چیز جمله بی‌مفهومیه اگر به این نحوی که در حال حاضر در ریپابلیکا داره استفاده میکنه. آها، داشتم اینو میگفتم که آقای دال تاکیدش بر این هستش که برابری سیاسی اگر وجود داشته باشه ما و سیستم حاکم هم طوری باشه که تصمیماتی که میگیره منطبق با پروسه‌ای باشه که مورد محبوبیت مردم قرار داشته باشه، ما به این میگیم دموکراسی. این اونایی که تیزبین باشن مشکلات در این تعریف رو میبینن، یعنی از دید یه کسی که یه همچین تعریفی رو بپذیره یه ده بدبختی که نه تحصیلات دارن نه فلان، کافیه که حق رأی مساوی داشته باشن و مثلا میگم ترامپ محبوبشون باشه و برن رأی بدن، از دید اینا این سیستم یه سیستم دموکراتیک. خب البته این تنها تعریف نیست، این تعریف دیگر رو از آقای شومپیتر من آوردم که خود دال توی کتابای دیگرش گفته که سیستم دموکراتیک هستش که اگر پاپیولار ساورنتی داشته باشه، یعنی که مردم در واقع علاوه بر اینکه حق رأی مساوی دارن، باید مثلا کشور نباید اشغال شده باشه یا تحت نفوذ دیگران نباید قرار داشته باشن و پولیتیکال ایکوالیتی، برابری سیاسی وجود داشته باشه، یعنی یه مقدار دیسکریمینیشن ها و اینا رو هم توی جملهش اضافه کرده. شون پیتر میگه که democratic method is institutional arrangement for arriving a political decision in which individuals acquire power to decide by means of a competitive struggle for vote. این شون پیتر اومده در واقع یک دید رقابتی و در واقع این تنش رو در میان جامعه مطرح کرده که این افراد مختلف که واقعا رأی مساوی ندارن ولی بتونن سعی بکنن که این رأی مساوی رو به دست بیارن، یعنی این که خب درسته این افراد درسته حق رأی مساوی دارن ولی واقعا رأیشون ارزش مساوی نداره. فرض کن انتقادی که توجه کنی که چون پیتر زون سال 87 در واقع دوران بعد از ریگان و اینها هستش و میدونن که در واقع با دخالت بانک ها و سیستم های سرمایه‌داری و غیره مردم رأی مساوی با یک میلیاردر، یک فرد عادی نداره و اینو به صورت یک استراگل فریمش کرده. تعریف های دیگه هستش که مثلا equal distribution of power to judge, decide and act. آقای دارن بارنی بهتون معرفیش میکنم، تو دیپارتمنت هیستوری شما الان پروفسوره. اون موقعی که من اولین باری مقاله رو، اتفاقا من این مقاله‌ای که فاوندیشن این صحبت هست، اولین بار تو دانشگاه مگیل
توی کنفرانسی که همین آقای دارین بارنی شما برگزار کرده بود مطرح کردم. بد نیست برای اونایی که آقای بارنی رو نمی‌شناسن و بچه مک‌گیل هم هستن برین کتاب آقای بارنی رو بخونین. دارین بارنی در واقع اومده و این مسئله ایکوالیتی رو پارتیسیپیت از ایکوال غیر از پولیتیکال ایکوالیتیه. اگه دقت کنین در تعریفی که بارنی در سال 2005 کرده، این جمله با یه ذره جا به جا شدن معنیش خیلی فرق میکنه. Citizens are able to participate as equals in decisions about conditions. اگر من حق رأی مساوی با شما دارم ولی شما میتونی بری $1,000,000,000 بدی به اون یکی حزب تبلیغات بیشتر بکنه یا رأی رو بخره یا غیره، این we are not participating as equal. هرچند که از نظر حق رأی ما، حق رأیمون، هر کدومون یه رأی داریم، بعد ترتیب دارم توجهتون رو به این جلب میکنم که با یه ذره جابجا شدن word equal to توی definition democracy خیلی در معنای اون تعریف دموکراسی فرق میکنه و میخوام ببینین که اسکالرهای مختلف نظراتشون واقعا در تعریف دموکراسی فرق میکنه، هرچند که لغتایی که تو تعریف به کار میره خیلی شبیه. و اینها ایکوال هستن در decision making درباره شرایط و اولویت‌های جامعه و اینکه چجوری common goods باید دیستریبیوت بشن. یعنی اینکه فقط تصمیم گیری اینکه کی دلیگیت کنن و فراتر رفته دارن بارنی و میگه که اینها باید دخالت داشته باشن در اینکه wealth مثلا common goods اینا چجوری بین مردم توزیع بشه و چجوری انفورس بشه و معنی پابلیک اینترست و غیره رو بتونن درش دخالت داشته باشن. خود من این تعریفایی که بهتون گفتم رو به این ترتیب تعریف کردم توی پیپری که سال 2007 توی همون دانشگاه مک‌گیل شما ارائه کردم و دوست دارم که از تعریف خودم دفاع کنم. به نظر من تعریف من ایده های دارن بارنی رو کاور میکنه، به علاوه یه سری کانتریبیوشن دیگه داره که به ما اجازه میده که از تئوری های در واقع انفورمیشن سوسایتی و انفورمیشن فلو هم در این در واقع آنالیز دموکراسی استفاده کنیم. حالا اگه خواستیم بعداً بیشتر توضیح میدم که چرا این خوبه، تو پاورپوینت بعدی اهمیت این رو میگم. تو پیج بعدی من تعریفم این است که دموکراسی یه سیستم اداره امور هست که پروسس هایی داره. اگه دقت کنیم این پروسس رو اول بار دال مطرح کرده بود که این پروسس ها اجازه میده که پاپولیشن، یعنی اون مردمی که در این دموکراتیک سوسایتی دارن زندگی میکنن، قدرت تصمیم گیری مساوی داشته باشن. اضافه کردن قدرت به این ایکوالیتی باعث میشه که تمام دایمنشن های ایکوالیتی توش در نظر گرفته بشه. یعنی دیگه اگر که توی جامعه‌ای مثل آمریکا یه میلیاردر طبق این تصمیم جدید سوپریم کورتشون توی شورای عالی قضاییشون یا شورای نگهبانشون هرچی می‌خواست بشه، این تصمیم گرفتن که یک حزب میتونه بی نهایت به احزاب سیاسی، یک شخص، یک شرکت میتونه بی نهایت به احزاب سیاسی کانتریبیوت بکنه و سوپر پک و غیره و غیره به وجود اومده. از این 10-15 سال اخیر، 200 سال آمریکا اینجوری نبوده. ولی در واقع اینیکوالیتی پاور در دموکراسی آمریکایی در 15 سال اخیر به خاطر این تصمیم سوپریم کورت آمریکا خیلی زیاد شده و یک شخص پولدار میتونه واقعا در میدیا، در مسیجی که به مردم میرسه، در کسایی که در واقع کاندید میشن و اونا رو انیبل میکنه که کاندید بشن، تاثیر خیلی زیادی داشته باشه. و این جمله equal decision making power تمام اون نگرانی هایی که آقای بارنی داره و دیگران رو درش توی تعریف من آورده. و این نکته که این decision making هستش که اینا باید درش داخل باشن، نه فقط voting. decision making با voting تموم نمیشه و شامل choosing a solution to a problem میشه، شامل monitoring و controlling هم میشه. یعنی با تعریف من اگر که مردم رأی بدن و برن خونشون، ما یک دموکراسی کاملی نداریم.
باید مردم رای بدن، بتونن اوضاع رو مانیتور بکنن و بتونن کنترلینگ فیدبک به اون سیستم بدن. یعنی با این تعریف من در واقع دموکراسی یک کامپلیت فیدبک سیستمه که اگر مردم تو همه مراحل این دخالت داشته باشن ما میتونیم بگیم دموکراسی داریم. البته بگم این چیزی که من دارم میگم مجموعه ای از چیزایی است که من دارم افراد مختلف و اسکالرهای مختلف راجع به دموکراسی انتظار دارن. خاصیت این تعریفی که من دارم استفاده میکنم و از این به بعد که داریم راجع به دموکراسی استفاده میکنیم، من از این صحبت میکنیم راجع به دموکراسی، از این تعریف منظورم از دموکراسی این تعریف هم است، چون وقتی من لغت دموکراسی رو میخوام استفاده کنم با توجه به این اختلاف نظرهایی که راجع به دموکراسی هست شما باید بدونیم من منظورم چیه. منظورم این استش که دموکراسی فقط سلکتیو رپرزنتیتیوز نیست. یعنی خیلی از دموکراسی ها دموکراسی اینجوری هستش که من یه وکیل رو میگیرم میفرستم بره تو پارلمان، خداحافظ شما، اون هر تصمیم گرفت، توتال اتوریتی خودم رو من به اون دلیگیت میکنم. حتی اگر شما در یک رپرزنتیتیو دموکراسی زندگی میکنین، از دید من وقتی دموکراسی هست یه رپرزنتیتیو دموکراسی که مردم اون رپرزنتیتیوشون رو مانیتور کنن و بهش کنترلینگ فیدبک بدن، به خاطر اون تعریفی که الان خدمتتون گذاشتم. یا یعنی که فقط شرکت تو رفراندوم نیست، با خیلی ها توی اسکاندیناوی مغرور هستن که اسکاندیناوی از حد رپرزنتیتیو دموکراسی فراتر رفته و ما هی رفراندوم میذاریم. مثلا سال شده توی سوئد و کشورهای شمال اروپا مثلا 4 تا رفراندوم برگزار میشه، یا توی کالیفرنیا هم همینطور رفراندوم زیاد برگزار میشه. ولی باز این دیدگاه، این رفراندوم فقط این هستش که اون تصمیم نهایی رو در اختیار مردم میذاره. رفراندوم لزوما مردم رو آگاه نمیکنه که بدونن آیا بهترین چویس توی این رفراندوم چیه. به مردم اجازه مانیتورینگ و اینا لزوما نمیده. در نتیجه این تعریف وقتی توش ما مانیتورینگ و کنترل هم اضافه میکنیم از پارت آف دی دموکراتیک دیسیژن میکینگ و به صورت فیدبک سیستم بهش نگاه میکنیم، کامل تر میشه از اون چیزی که اکثر اسکالرها واقعا وقتی میگن لغت دموکراسی اینه منظورشون. واقعا منظورشون اینه که ما یه رأی بدیم و بریم. و فقط هم دلیگیشن آف پاور تو گاورنرز منظور ما از دموکراسی نیست، به خاطر همین کنترلینگی که داریم. هیچ وقت دلیگیشن به صورت 100% نیست که من این وکیل رو تعریف کنم حالا برم از طرف من هر کاری دلش میخواد بکنه. و یه سری چیزا رو دوباره این تعریف من ایمپلای میکنه که باید در واقع کسایی که توی دموکراتیک اگزرسایز داخل میشن باید آوتکامای این دیسیژنی که انجام میدن رو دائم میجر کنن، یعنی مرتبا میجر. من فکر کنم آقای رضا بابانژاد دوباره سوال داره. بله این الان تموم شه در خدمت هستم. یه ایمپلیکیشن دیگه اش هستش که کورکتیو دیسیژن هم باید بتونن انجام بدن. مثال از کورکتیو دیسیژن همین ایمپیچمنت هایی هستش که تو دولت آمریکا صورت میگیره. باید بتونن که کورکتیو اکشن بدن، یعنی اگر که این فیدبکشون باید واقعا تأثیر داشته باشه در تراجکتوری دیسیژن هایی که داره گرفته میشه. ولی خیلی از موارد حتی همین اکسرسایز آمریکا درسته که مثلا ایمپیچ میشه اون فرد، ولی معمولا این ایمپیچمنت و یا فیدبکی که از طرف جامعه به اون فرد داده میشه ناقصه. حالا مثال آمریکا رو در نظر بگیریم، مثلا آقای ترامپ با یه اقلیتی از نظر آرا به حکومت رسیده به خاطر اینکه سیستم اون پروسس حالا اینجوری هستش که اجازه میده یه نفر با اقلیت آرا به حکومت برسه و بعدم دوباره هم ایمپیچش کردن ولی تمام 4 سالش هم حکومت میکنه بعد میره. یعنی این فیدبک اونطوری که ایدئال هست مردم نمیتونن فیدبک کنترل فیدبک به این طرف بدن که آقا جان تو رفتی اونجا حالا ما این کارکتیو فیدبک رو داریم به تو میدیم. بفرمایید. ببخشید یه سوال داشتم. حالا این تعریفی که شما دادین بیشتر از طرف یعنی مانیتورینگ و کنترلینگتون از طرف پایین به بالا هستش، یعنی از طرف جامعه به سمت حاکمیت، به سمت قدرت، به سمت کسایی که توش هستن. حالا سوالم اینه راجع به حقوق اقلیت‌ها، فرض کنید که توی جامعه هستیم و دموکراسی هم باشه، اون وقت این حقوق اقلیت ها کجا قرار میگیره؟ چون بر اساس این چیزی که هستیم و فیدبکی که اکثریت، خب بالاخره اونایی که حاکمیت هستن دنبال جلب نظر اکثریت هم میرن، دنبال نظر اونا و اون چیزی هم که میگیرن، فیدبکی هم که میگیرن به
یعنی در یعنی اونو تایید میکنه، هی میگه که آره بیایم سمت اونا، چی میشن پس کجاست اونا، کجا دیده میشن توی این سیستم. بله حالا بعدن که اگر که منم نمیدونم چند دقیقه وقت گذاشته، ان شاء الله اگه برسیم وقتی که انواع دموکراسی رو صحبت میکنیم ببینیم که دموکراسی به معنی این که خب این تعریفی که من الان خدمتتون گذاشتم، بعدن میبینین که مشکلات اپریشنال، هرچند که ممکنه شما در نظر ایدئال با این موافق باشین، is a system of government that allowing the population to exercise their این مشکلات در این زیاد هست، هرچند که ایدئال دموکراسی این هست، ایدئال این هستش که پاپولیشن یه دونه پاوری داشته باشن که نظرشون رو ابراز بکنن. خب این پاپولیشن، سوالتون هم خیلی سوال خوبیه، اینو من بگم که منو باعث میشه که اینا رو توضیح بدم. ببینین این پاپولیشن یه وقت هستش که کانسنسس دارن، که ریر یه همچین چیزی ممکنه پیش بیاد که همه در مورد انجام یه کاری متفقن، ولی خب این کمتر پیش میاد. وقتی که یه عده از پاپولیشن یه نظری دارن، یه عده دیگه یه نظر دیگه دارن، همینجا دموکراسی دوچار مشکل میشه و معمولاً the system of governance که the majority population به یه تصمیمی میرسن. ایدئال دموکراسی این هستش که، یعنی در ایدئال فرم، که باید انقدر deliberation بین اعضای جامعه صورت بگیره که من نظرمو بگم شما نظرتونو بگی و وقت برای تصمیم گیری انقدر زیاد هست، یا سرعت تصمیم گیری یا دانش افراد انقدر زیاد هستش که شما نظراتتون رو به من میگی و من متقاعد میشم و برابری اجتماعی تا اون حد هستش که منافع من با منافع شما انقدر متخاصم نیست، شما یک فکر دیگه خیلی متفاوت یا منافع خیلی متفاوتی با من نداری. اینجوری تو این یک همچین محیطی دموکراسی به راحتی برگزار میشه، اگر که این افراد با هم دیگه اهداف مختلف داشته باشن، یا منافع طبقاتی مختلف داشته باشن، یا منافع شخصی مختلف داشته باشن، این پاپولیشن ممکنه به راحتی نتونه به یک دیسیژن برسه. این هستش که مسئله اگریگیشن دیسیژن و اینکه چه کسی باید این دیسیژن رو تصمیم گیری بکنه، آیا اکثریت باید تصمیم گیری کنن، آیا همه باید تصمیم گیری کنن، الان بهش میرسیم و خواهید دید که بهش توجه شده. و بله یکی از مهمترین مشکلات دموکراسی این هستش که خب حالا اومدیم و ما کانسنسس وجود نداشت و یک اکثریتی تصمیم گرفتن گفتن آقا بزنین همه اقلیت رو بکشیم. خب این تصمیم دموکراتیک هست ولی تعداد خیلی زیادی سافرینگ ایجاد میکنه. از اینجاست که در واقع اگه دقت کنین الان سوال ما اینجا بود که چرا ما در واقع هنوز موفق نشدیم که همه رو قانع بکنیم که بیان دموکراسی رو پیاده بکنم. به خاطر همین امبیگیوتی هایی هستش که وجود داره. مرسی. حالا این دموکراسی به عنوان یک در واقع مثالی است از انواع تصمیم گیری های جمعی و کنترل، و تو این تصمیم گیری های گروهی ما در واقع دوست داریم که در واقع ما با این تعریف تو این فکر هستیم که تصمیمات توسط یک فرد گرفته نشه، تصمیمات به صورت گروهی گرفته بشه. این تصمیمات گروهی که دارن میگیرن، مثلا اگر که انجامش به یک فردی دلیگیت شد، اون فرد ما برش نظارت داشته باشیم و اگر دیدیم داره به راه درست نمیره بتونیم بهش فیدبک بدیم. این یه چیز خیلی، یه فیدبک لوپ خیلی ساده است که کسایی که با سیستم تئوری آشنا هستند، this is the simplest feedback system. برای ابزرویشن ما تا این لحظه چی بوده؟ ابزرویشن ما این بوده که انسان ها توی یک محیط های نان دموکراتیک بیشتر زندگی کردن در وست مجاریتی آف هیومن هیستوری، و ابزرو کردیم که در طول مثلا 100 سال گذشته یا 200 سال گذشته کشورهایی که دموکراسی رو پیاده کردن موفق تر بودن تا کشورهایی که در واقع کمتر دموکراسی بودن. مثال بسیار مفید و مستحکم برای خوبی دموکراسی در واقع خود ساکسس اولین اکسپریمنت ریپابلیکانیسم و در آمریکا است. دقت کنید که وقتی که ریپابلیک در آمریکا ایجاد شد، این ریپابلیک اصلا خیلی دموکراسیش، اونایی که تاریخ، من بهتون توصیه میکنم حتما تاریخ آمریکا رو مطالعه بکنید، چون اولین انقلابی بوده که با دیدگاه‌های ریپابلیکانیسم به حکومت رسیده. ولی خب این که قدرت دست کیو کیا رای بدن به این سادگی ها حل نشده. قدرت دست کسایی بوده که ملک داشته باشن، اونا فقط حق رای داشتن، زنها حق رای نداشتن، برده ها که برده بودن،
میگفتن آقا جان ما الان اینجا میخواییم نیشکر بکاریم، کارگر احتیاج داریم، بریم از آفریقا بار بزنیم آدم بیاریم، مثل که گوسفند دارن میارن. و به هر ترتیب ریپابلیک داشتن، ولی داشتن ریپابلیک به معنی دموکراسی نیست و خود تعریف دموکراسی هم در واقع درش اختلاف هست. مثلا میگفتن آقا دموکراسی ما داریم، خودشون دموکراسی میدونستن در آمریکا. خب میگفتن خب این برده ها که آدم نیستن، زنام که عقل ندارن، اونام که فلانن، و اینو توجیه میکردن، میگفتن اون کسایی که باید در دموکراسی شرکت کنن همین مردای زمین دارن، اونام که دارن شرکت میکنن، پس ما دموکراسی هستیم. منظورم انسان ها خودشون رو با تعریف های خیلی مینیمالیست از دموکراسی قانع میکردن که ریپابلیک به این صورت ضعیف به وجود اومده. ولی خب در به نفع ریپابلیک و به نفع همین حد دموکراسی که تو آمریکا وجود داشته این هستش که در طول 200 سال گذشته رشد خیلی زیادی داشتن کشورهایی که دموکراسی، چه در اروپا و چه در آمریکا. البته خب شما ممکنه که رشدشون رو فقط مربوط به سیستم سیاسیشون ندونین، که اینم درسته و منم نمیدونم، مسائل دیگه‌ای باعث اینداستریال ریولوشن و اینا غیر از دموکراسی شده، ولی در ساکسسشون می‌بینیم که آن اوورال اگر شما یه ریگرشن مثلا انجام بدین، می‌بینین که کشورهایی که دموکراتیک بودن موفق بودن. کشورهایی هم که دموکراتیک نبودن مثل USSR اتحاد جماهیر شوروی ناموفق بودن، دیماز شدن، تقریبا برگشتن به یک سیستمای پلورالیستیک‌تر. در نتیجه ابزرویشن این هستش که در واقع اویدنس هایی وجود داره که دموکراسی چیز خوبی هست و مثبته، و کسایی که به دموکراسی دموکراتیک ما برای اینکه دیگران رو قانع بکنیم یا تعداد زیادی رو قانع بکنیم با نظر خودمون، باید تلاش کنیم. کارا به سرعت پیش میره. برای من نوشت اینترنت کانکشن ایز آنستیبل. امیدوارم صدای منو میشنوین. صدای من دارین؟ خوب شد. لحظه قطع شد، درست شد. بعد تصمیم گیری های جمعی هرچند که آهسته تر و پیچیده تر هستش، تا اینکه که بگیم آقا هر تصمیمی که پادشاه گرفت یا هر تصمیمی که فلانی گرفت، ولی در نهایت چون تعداد افراد بیشتری در اشتخالت میکنن این ریسکش کمتره. شاید اگر که مثال میزنم هیتلر یا استالین اگر خودشون رو آیزولیت نکرده بودن، این حماقت هایی که انجام دادن رو انجام نمی دادن. ما اویدنس هایی داریم که این کشورهایی که بیشتر دموکراتیک تر بودن و با مردم یا با تعداد افراد بیشتری از مردم چیز کردن، عملکرد بهتری داشتن، موفقیت بهتری داشتن. لذا آرگومنت این هستش که آرگومنت اصلی برای اینکه دموکراسی رو بیایم در ریپابلیکا پیاده بکنیم این هستش که دموکراسی ها تصمیم های بهتری گرفتن، تجربه اینو نشون داده، چون سیستم توسط خود مردم کنترل میشه و بهترین یوتیلیتی رو، بهترین رضایت رو، مثلا مردم اروپا ممکنه توش تضاد طبقاتی وجود داشته باشه ولی راضی تر از مردم اتحاد جماهیر شوروی بودن و غیره. در نتیجه آرگومنت رو میتونیم خلاصه کنیم که سیستم بهتری رو دموکراسی ارائه میکنه. خب سوالاتتون رو پرسیدم، من فرض میکنم که سوالات همه پرسیده شده. الان میرسیم به این قسمت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این که دموکراسی یک نتایج بهتری رو ارائه میکنه رو ما باید راجبش فکر کنیم تا بفهمیم که چرا ما با این وضع کنونی جهان مواجه هستیم. خب افکتیونس در کل یعنی این که کارهای درست انجام بشه، و دموکراسی به این گفتیم به این خاطر خوبه که باعث میشه که کارهای درست‌تر انجام بشه و یه متد خوبی برای دیسیژن میکینگ. ولی سوالی که وجود داره اینه که خب توی این متد دیسیژن میکینگ چند نفر توی این دموس از این جامعه، چند نفر اگر در تصمیم گیری شرکت کنن ما به نتیجه مثبت میرسیم؟ مثلا اگر 30% مردم توی تصمیم گیری شرکت کنن این تصمیم گیری درست انجام میشه؟ آخرین رفراندومی که تو بی سی انجام شد و من خیلی سعی کردم که مردم بی سی رو متقاعد کنم که بریم به سمت پروپورشنال رپرزنتیشن و شکست خوردیم،
و سیستم به همین صورت فرست پاست پست موند، مثلا 30 و چند درصد 40% مردم، کمتر از 40% توی انتخابات رفراندوم شرکت کردن، از اون 40% هم مثلا 55% گفتن نه. در واقع اون چیزی که اتفاق افتاد 20 و چند درصد مردم تصمیم گرفتن که نه. این هستش که یکی از چیزهایی که راجع به این که تصمیم گیری دموکراتیک درست صورت بگیره هستش که از اون افرادی که داره راجع به سرنوشتشون تصمیم گیری میشه چقدرشون در این تصمیم گیری شرکت میکنن. سوال دیگه این هستش که این کسایی که شرکت میکنن چقدر آگاهی دارن، یعنی از همون 40% که تو بی سی اومدن تو این رفراندوم شرکت کردن، آدم از خودش میپرسه که خب چند درصد اینا واقعا سیستم های پروپورشنال رپرزنتیشن و سیستم فرست پاست پست رو واقعا درک کردن و چند درصدشون واقعا از لیدراشون حمایت، در واقع هرچی لیدرشون گفت گفتن چشم، مثلا کنسرواتیو گفتن این لیبرالای بی سی که در واقع لیبرال کنسرواتیو با هم مرج شده گفتن آقا نه این خوب نیست این پیشنهاد، ان دی پی ها گفتن خوبه، و چند درصد واقعا خودشون تصمیم گرفتن و چند درصد. چون اگر که تصمیم گیری و لیدرها به مردم دیکته بکنن فاصله بین دموکراسی و اتوکراسی کم میشه. شما اگر یه جامعه‌ای داشته باشین که مردمش اینفورمد نباشن و برای دیسیژن هاشون فرصت این که خودشون برن خودشون رو ادوکییت کنن نداشته باشن، خب یه مردم، یک عده مردم پیرو دنبال رو میگن آقا آقای اندروشیر رئیس حزب کنسرواتیو گفته فلان، ما همونجوری رأی میدیم، و حال و حوصله این که برن جزئیاتش رو بخونن نداشته باشن. این با اینکه موقع تصمیم گیری 4 تا از سران قوم و الیت بشن اگه تصمیم گیری کنن با یه اولیگارکی، نهایت کوالیتی تصمیم گیری فرقی نمی کنه. من میخوام اینجا تأکید بکنم که دموکراسی یه فرم داره که اون فرمش نیستش که انتخابات انجام بشه، فرم فرمش خیلی مهمه، تو خیلی از کشورها حتی فرمش تبعیت نمیشه. ولی اگر ما راجع به افکتیونس دموکراسی میخوایم فکر بکنیم که منجر به نتایج بهتری برای مردمان بشه، اگه میخواد فرق کنه با اولیگارکی باید واقعا مردمان درش شرکت بکنن، و این مردمانی که در این تصمیم گیری شرکت میکنن باید آگاهی داشته باشن، وگرنه نتیجه دموکراسی، نتیجه تصمیم گیری با نتیجه یک اولیگارکی فرق چندانی نمیکنه. اونایی که مثلا در مورد دموکراسی در آمریکا پیگیری میکنن یا فکر میکنن یا اخبار دنبال میکنن میدونن که چقدر کانسرن راجع به آمریکا وجود داره، که فرض کنین این که هر سال ایوانجلیکال کریستیانا تو کاخ سفید دور سر آقای ترامپ دعا بخونن چقدر در این که مردم به ایشون رأی بدن تأثیر داره، تا تصمیماتش راجع به این که آیا مثلا با کرونا چجوری باید رفتار کرد، آیا ویروس وجود دارد یا وجود ندارد، آیا مردم حرفای ایشون راجع به مثلا گلوبال وارمینگ مطالعه کردن پذیرفتن، یا اینکه چون ایوانجلیکال کریستیانا دور سرش دعا خوندن بهش رأی دادن. این سوالات نه تنها در آمریکا بلکه در همه جا وجود داره، در چین هم وجود داره. یعنی این فکر باز ممکنه دفعه کنن که نه تو چین هم همینه، آیا چند درصد مردم واقعا فکر میکنن که تصمیماتی که حزب میگیره واقعا تصمیمات درسته، و اگر این کار رو انجام نشه چه در درون حزب کمونیست و چه در دموکراسی آمریکا، اگر در نهایت مردم فقط دنبال رو باشن و در واقع در تصمیم گیری ها شخصا به عنوان یک اندیویژوال شرکت و مطالعه و آگاهی پیدا کردن نکنن، افکتیونس دموکراسی چندان فرقی با افکتیونس در واقع یک دیکتاتوری نخواهد داشت. حالا یه مثالی رو از مشکلات دموکراسی من دوباره ارائه میکنم. این دوباره تجربیات تاریخی اجرای دموکراسی خیلی جالبن. 1931 آلمان دموکراسی بوده و بعد از اینکه در واقع امپراتور رو ردش میکنن بعد از جنگ جهانی اول و اینها، احزاب مختلف از احزاب کمونیست تا احزاب دست راستی اونجا حکومت داشتن، ولی اوضاع اقتصادی آلمان وجود داشتن احزاب و حکومت بینشون دست به دست میشد، ولی اوضاع اقتصادی خراب بوده، هم اینا باید یک عالم خسارت جنگ رو به فرانسه و غیره میدادن، همین که 1929 رکود اقتصادی میشه در کل دنیا و این مزید بر علت میشه، شرایط آلمان خیلی بحرانی میشه و
خیلی از در واقع دانشمندای آمریکایی و اروپایی معتقد به این بودن که با تبلیغات میشه ذهن مردم رو کنترل کرد. این آقای گوبلز مثلا خیلی از ایده هاشو از آقای هادموفسکی گرفت که تو آمریکا درس میداده، والتر لیپمن همین اعتقاداتو داشته و خیلی فکر میکردن که شاید بتونن ذهن مردم رو کنترل کنن. خطر اصلی که شما در 1931 یک اولیگارک یا یک الیت اروپایی بودی یا آمریکایی بودی در ذهنتون بود، خطر کمونیست بود. 10 سال پیش از این توی روسیه انقلاب کمونیستی شده بود، جاهای دیگه داشت نشت میگرفت، توی اسپانیا این ور اون ور، و خیلی نگران بودن که کمونیست‌ها یه وقت به حکومت نرسن در کنار اون مشکلات دیگه‌ای که در آلمان وجود داشت. و در سال 1932 توی رأی‌گیری که شد، سیستم رأی‌گیری هم اون موقع فرست پست پست بود اتفاقا، و اونا 33% آرا تو پارلمان به دست بودن و خیلی یک نزدیک به اکثریت نسبی داشتن. و پس در واقع ما در 1931 یک سوپر پاوری داریم که بیماره، در جنگ شکست خورده، بدهی فراوان، گلوبال ریسشن، اکانومیک ترمویل و یک سنس ارجنسی، در واقع نگرانی در جامعه شکل گرفته. و آقا اینجا ایالات متحده ما رو سورپرایز کرده، واسه هم گل آورده گذاشته اینجا، در جریان باش بابت تولدم. اینم از خوبی های زندگی بنده است. خب بعد و در واقع یه پروپاگاندا کمپینی رو این حزبی که 33% آرا، مرسی خیلی ممنون، که 33% آرا رو داشته را میندازه. و این مشکلات با ترس کمونیستا و ایده لسر ایول که حالا ما بیایم از خطر کمونیسم خودمون رو نجات بدیم، غلبه میکنه با هزار تا دلیل دیگه. و در واقع دوباره انتخابات میشه در 1932. من وقتی که بر علیه فرست پست پست صحبت میکنم همیشه این مثال میزنم، چون این مثال تاریخ بشر رو جابجا کرده. این آقا به حکومت میرسه، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست، به خاطر اینکه آرا توی سیستم فرست پست پست وقتی خورد میشه، هر کسی که رأی آورد به حکومت میرسه، با 33% آرا به حکومت میرسه جناب هیتلر. و این دوباره این یک اگزرسایز دموکراسی است، ولی دموکراسی وقتی تشتت آرا وجود داره و سیستم جمع‌بندی آرا سیستم درستی نیست، خیلی خطرناکه. وقتی توی جامعه مثل جامعه آمریکا دو تا حزب وجود داره، هر دوشون هم تقریبا زیاد با هم دیگه فرق ندارن، یک همچین مشکلاتی که الان میبینین وجود داره. حالا مثلا برین الان شما تو ایتالیا اگه فکر کنین، ایتالیا الان همین جوریه، تعداد احزاب زیاد، از حزب کمونیست دست چپی کامل دارن تا حزب دست راستی شدید ریسیست، و رأی بین این افراد تقسیم میشه. البته سیستم ایتالیا که خوشبختانه فرست پست پست نیست، ولی اگه بود این همین تکرار میشد، یعنی هر کسی که یک اکثریت نسبی داره قدرت در اختیارش قرار میگیره. و این اتفاقی است که در اروپا افتاد. من این دارم این مثال میزنم که دقت کنین که دموکراسی برقرار جامعه با سواد آلمان 1930 به جامعه بشری انیشتن رو داده، در واقع هایزنبرگ هم داده که طرفدار هیتلر بود، انیشتن داده که مصیبت کشید از دست هیتلر، و فرانکفورت اسکول رو داده، اوج قبل از اون هگل رو داده بوده، یک کشور تحصیل کرده با سواد ولی در کئاس، و سیستم دموکراسی جمع‌بندی رأی‌گیری که مشکل داره منجر به این میشه که یک اقلیت تندروی زورگو یک اکثر نسبی به دست بیارن. خب هر کس هر جامعه دیگه ای هم این مشکلات رو داشته باشه، این درش امکان داره. یعنی اگر شما الان وضعیت آمریکا رو در نظر بگیریم با 20 چند تریلیون دلار بدهی که سالی 500 میلیارد هم داره بهش اضافه میشه و غیره، و با این بدهی خارجی و با ترمویل داخلی و غیره، این خطر فقط دموکراسی آلمان رو تهدید نمیکنه. تازه آلمانی های کشور شاید میشه گفت که در اون زمان one of the most educated و قوی ترین کشورهای دنیا از نظر اجتماعی بودن.
ولی وقتی که جامعه اینجوری میشه، یه نفر میتونه در واقع یه دا آدمی رو که ازش آدم انتظار نداره به ریسیزم، به کشتن دیگران، به قتل عام، به جنگ‌های عجیب غریب ترغیب بکنه و این یاداوریش برای همه خوبه، هم از نظر پروسس دموکراسی که چقدر سیستم رأی‌گیری مهمه، هم از نظر اینکه فرجیلیتی دموکراسی رو درک بکنیم. 1933 میرن و هیتلر با در واقع یه ده از این اینداستریالیست های آلمانی قاطی میشه، بعد با حزب کاتولیک قاطی میشه، پاپ هم ازش طرفداری میکنه، واتیکان ازش طرفداری میکنه و در انتخابات بعدی همون حزبی که 33 درصد آرا داشت، 96 درصد مردم آلمان با این تفصیلاتی که بهتون گفتم و با این نوابقی که درش وجود داره رأی میدن که هیتلر بیاد سر کار. در نتیجه اینکه یه جامعه‌ای چقدر توش آدم با سواد هست، چقدر دانشمند داره و این حرفا، در اینکه تصمیم غلط بگیره میتونه تاثیرش ایرلوونت بشه وقتی شرایط حاده، وقتی بدهی زیاده و غیره. و این به این خاطر مهمه که در واقع حالا ما بعد از اون موقع مردم آلمان وقتی که 96 درصدشون به هیتلر رأی دادن، 95 درصدشون تایید کردن که ما اصلا ول کنیم و قرارداد پایان جنگ جهانی اول بزنیم زیرش و غیره، اونا فکر نمی‌کردن که این تصمیمی که دارن می‌گیرن منجر به نابودی میلیون‌ها نفر از خودشون و دیگران خواهد شد. اونا فکر می‌کردن که یه تصمیم اپتیمال به صورت دموکراتیک گرفته شده، یا اینکه فکر می‌کردن که این تصمیم که گرفته شده حداقل منافعشون رو تأمین می‌کنه. همه این 95 درصد از ترس، همشون یهودی نبودن که نگران این باشن که الان میان و این نازی‌ها می‌زننمون و اینا، خیلی‌هاشون پروتستان بودن، خیلی‌هاشون کاتولیک بودن و این رأی رو رفتن دادن. و توجه کنین که خیلی هم تو این انتخابات شرکت کردن و این رأی‌گیری رو انجام دادن و کسی هم خود رأی‌گیری رو زیر سوال نبرده، پروسس‌های اطرافش، اینتیمیدیشن نازی ها اینا رو زیر سوال برده. و به هر ترتیب این پروسه دموکراسی که توی همچین کشور پیشرفته امپراتوری اروپایی برقرار بوده منجر به یک دیزاستری میشه که الان ما رتروسپکت نگاه میکنیم میبینیم که منجر شده که مثلا تمام شهرهای آلمان بمباران بشن و نابود بشن و دوباره البته خب با کمک آمریکا ریبیلد شد. و نتیجه این هستش که دموکراسی میتونه خیلی به سرعت از دیریل بشه اگر که فرجایل دموکراسی از یه طرف it's a messy business که همه میخوان نظراتشون رو بگن و غیره، این نظرات مختلفی که گفته میشه باید با هم دیگه جمع‌بندی بشه، و از اون طرف خیلی فرجایله، به راحتی ممکنه که در شرایط خاصی که مردم ناراضی هستن یه فردی که خودرای هست، خودپرست هست، یا اینکه فکر میکنه نظر خودش از همه بهتره یا به دلایل دیگه اتوکراته، میتونه نظر همه رو جلب بکنه و مردم واقعا به این اتوکراسی این آقا رأی بدن و به حکومت برسه. این وضع کنونی جامعه جهانی ماست. بالا سمت چپ شما آمریکا رو دارین حدودا دو هفته پیش، سمت راست روسیه رو دارین یه هفته پیش، و سمت چپ مردم اروپا رو دارین که دارن میگن آقا ماسک گذاشتن آزادی های ما رو زیر سوال میبره. و من دوست دارم همه به این فکر بکنن که به این پی ببریم که در واقع ایده دموکراسی یک ایده مظلومی هست در جهان امروز، و برای اینکه این ایده بتونه موفق بشه مشکلات زیادی وجود داره. سالهای سال در واقع خیلی ها توی کشورهای جهان سوم اینطوری تبلیغ میکردن که آقا این انتخابات تو کشور شما خوب برگزار نمیشده یا عادلانه برگزار نشده، بریزین حکومت رو عوض کنین، بهش میگن انقلاب مخملی. حالا این اتفاقی که برای کشور جهان سوم برنامه ریزی شده داره توی خود آمریکا میفته، همزمانش هم توی روسیه داره اتفاق میفته. و این در واقع این هستش که من فکر می‌کنم این یک کرایسیس راجع به خود ایمپلمنتیشن دموکراسی، یعنی هم در آمریکا هم در روسیه عده زیادی از مردم
تصمیماتی که توسط منتخبینشون گرفته میشه یا نحوه انتخابشون رو، اینا رو میتونن ببرن زیر سوال. و وقتی که تعداد زیادی از مردم اختلاف نظر با هم دیگه دارن، اگر که دنیا واقعا طوری بود که 90% مردم یه نظری داشتن یا 95% مردم یه نظر مشابه داشتن، میشد مثل انتخاب هیتلر، هنوز ممکن بود که خطا برن. الان دموکراسی ها به این صورت هستش که مثلا با 52% آرا طرف تو آمریکا به حکومت میرسه، تو روسیه به حکومت میرسه، بعد میگن آقا اینجا تقلب شده، حالا شاید مثلا 55% بوده تیم پوتین به حکومت رسیدن. و تو کشورهای اروپایی هم که اصلا نماینده ها در مورد انتخاباتشون هیچ تردیدی در مورد صحت دموکراتیک بودن دیسیژن وجود نداره، یه عده‌ای که اقلیت هستن مثلا میگن آقا ما ماسک نمیخوایم بزنیم، اینو جزو آزادی خودشون حساب میکنن که ماسک نزنن، هم برای سر دیگران اومد اومد. اینا نشون دهنده این هستش که بین ایده تصمیم گیری جمعی و ایده آزادی فردی و حق و حقوق انسانی، این تناقض‌ها هنوز حل نشده و این تناقض‌ها گاه گاه به انهای مختلف خودش رو به صورت‌های مختلف نشون میده. تو کشورهای جهان سوم بیشتر، تو کشورهایی که ضعیف‌تر هستن مثل روسیه بیشتر، تو کشورهای مثل آمریکا هستن باید یه نفری مثل ترامپ سر کار بیاد تا خودش رو بروز بده. ولی این مشکلات قبلش هم وجود داشته. بوش هم با اقلیت آرا تو آمریکا به حکومت رسید، بوش هم مسی بود و اعتراض و فلوریدا و غیر و غیر اونه که یادشونه. و در اروپا هم این که الان مثلا فرض کن تو خیلی از شهرهای اروپایی بین تظاهر کننده های مثل این آقای که مای بادی، مثل خانمی که نوشته مای بادی مای چویس، دارن با پلیس دعوا میکنن که آقا من حقمه، هر برایم سر دیگران اومد اومد. این باوندری های تصمیم گیری جمعی و تصمیم گیری فردی حل نشده. و یک چیزی که در دموکراسی واجبه که دموکراسی به جواب برسه این هستش که اون کسی که قدرت و بنمایندگی از مردم به دست میگیره و حالا بناست که نظر مردم رو پیاده بکنه، اول اینکه سر اینکه این فرد چون اکثریت آورده ما قدرتمون رو بهش دلیگیت میکنیم باید یه رضایتی وجود داشته باشه. دوم اینکه باید اون کسایی که اقلیت رو دارن بپذیرن که خب ما با این یه ذره رأی که کمتر آوردیم تسلیم میشیم به رأی اکثریت. اگر که در هر جامعه با تبلیغات یا در اثر ایدئولوژی یا تجربه تاریخی عده موفق بشن که اون اقلیت ها رو 49% مردم رو تحریک بکنن که نپذیرن که ما چون اقلیت هستیم به رأی اکثریت احترام میذاریم، هیچ دموکراسی پابرجا نمیمونه. یعنی فرض کن اگر اون 49% تو هر کشوری بگن آقا نه ما اقلیت هستیم و رأی اکثریت رو نمیپذیریم، این رأی درست نبوده، ما رو قبول نمیکنیم فلان، این میشن مثلا تو هر کشوری میشن 20 میلیون نفر بریزن تو خیابون، همه خیابونا پر میشن، نه تنها این مقداری که الان اکتیویست هستن. در نتیجه از یک طرف دموکراسی این خطر رو وجود داره که اون اکثریت بیان به اقلیت ظلم کنن و بگن آقا ما اکثریتیم، همه اقلیت رو بکشیم. از اون طرف این مشکل در دموکراسی وجود داره که اگر که اون اقلیتی که با اختلاف ناچیزی میبازه، در واقع این یکی از گاورنر جنرال قبلی کانادا اسم خیلی جالبی روش گذاشته که پسیو اکسپتنس، بدون اینکه بپذیرن که اون گروهی که اکثریت آوردن درست میگن، بپذیرن که تا دوره انتخاب بعدی نتیجه رای گیری و این اگریگیشن عقاید مختلف جامعه رو بهش احترام بذارن، دموکراسی هم پابرجا نمیمونه. اگر هم که اون اکثریت بخوام به اقلیت ظلم کنن پابرجا نمیمونه. این فرجالیتی دموکراسی در دنیای امروز وجود داره، این خودش رو در انهای مختلف نشون میده. مثلا فرض کن آیا آزادی های رسانه‌ای و اطلاع رسانی تو کشورهای مختلف به چه حد هست؟ آیا در یک جامعه به اندازه کافی اطلاعات در اختیار مردم قرار میگیره یا نه؟ آیا روزنامه نگارها آزادی دارن که اون چیزی که برای مردم حساس هست مثل مسائل جنگ و صلح و غیره رو در اختیار همه بذاره یا نه؟ این یکی از چیزهایی که
من وقتی توی دیپارتمنت کامیونیکیشن راجع به دموکراسی درس میدادم اینو فهمیدم، هم درس گرفتم هم در ارتباط با شاگردا، که خیلی ها فکر میکنن که مثلا توی جامعه ای چون شما میتونین زیر و بم زندگی لیدی گاگا رو بدونین، دیشب کجا رفت، دیشب کجا اومد، پس اینجا آزادی رسانه ها وجود داره. آزادی رسانه ها وقتی مهم میشه در یک دموکراسی که اون چیزی که برای منافع میلیارد دلاری جامعه یا جون مردم تاثیر داره نظرات مختلف شنیده بشه و تاثیرگذار باشه. فرض کنیم تو آمریکا الان 200,000 نفر، چند صد هزار نفر کشته شدن در اثر یک تصمیمی که رئیس جمهور فکر میکرده که ویروس خودش میره مثلا، یا اینکه مدیران جامعه فکر میکردن که این اطلاعات راجع به جنگ عراق نباید در اختیار عموم مردم قرار بگیره و اون چیزی که اونا فکر میکردن اون ورژنی از واقعیت که فکر میکردن در اختیار مردم باید قرار بگیره. این مشکلات خبررسانی در کنار مشکلات برداشت مردم از دموکراسی وجود داره و اینا رو من فقط اینجا وسط نمونه‌هایش رو گذاشتم از مقالاتی که چاپ شده تو مجلات مختلف، بعضی وقتا رو جلد مجلات، بعضی وقتا تو مجلات خیلی اسپشیال‌تر، که سوال‌های در ذهن مردم یا به وجود اومده یا بعضی از اسکالرها و بعضی از در واقع اپینین لیدرها دارن سعی می‌کنن که تو ذهن مردم سوالات رو مطرح بکنن که تکلیف سایلنت ماجوریتی چی میشه، تکلیف اون 60% مردمی که تو بریتیش کلمبیا رأی ندادن چیه، یا نتیجه انتخاباتی که فقط توش 40% مردم رأی بدن و تو اون 40% 50%شون تصمیم گیرنده هستن، این چی میشه. و با این ترمویل هایی که در جاهای مختلف توی دموکراسی وجود داره، نمیدونم چند سال الان تو فرانسه این لباس زردا مثلا دارن تظاهرات میکنن، یه سری شکایی رو به وجود آورده. از اون ور از دید تصمیم درست گرفته شدن برای جامعه تو خیلی از جوامع، هرچند که تکنولوژی پیشرفت کرده و اوریج اینکام افزایش پیدا کرده، ولی این اوریج اینکام باعث افزایش کیفیت زندگی ماجوریتی نشده و در خیلی از کشورهایی که دوباره فرمالیزم ریپابلیک دارن، مثلا این اکس من فکر کنم از برزیل یا آفریقای جنوبیه، آفریقای جنوبی از عهد بردهداری، اون موقعی که آپارتاید هم بوده فکر می‌کرد یه دموکراسیه، در زمان بردهداری و قبل از و زمان آپارتاید دولت آفریقای جنوبی میگفته ما دولت دموکراتیک هستیم به خاطر اینکه انتخابات برگزار میشه و همه کسایی که حق رأی دارن رأیشون رو میدن، خب سفیدا حق رأی دارن. و توی فرض کن بعد از ریپابلیک شدن آمریکا همین وقت گفتن خب اینا سیاها که برده هستن، زنام اینجور، اونایی که حق رأی دارن حق رأی دادن، به این نتیجه میرسیم. اینجور رأی گیری ها و اینجور دموکراسی هایی که تو خیلی از کشورها وجود داره در واقع منجر به بهبود وضعیت زندگی همه سیتیزن ها نشده. بالا رفتن اوریج به خاطر بالا رفتن اینکام بوده، ولی اختلاف های طبقاتی تو خیلی از این ریپابلیک ها وجود داره. اینجا این فکر کنم از هند هستش. هند دوباره یه نمونه از دموکراسی در کشور جهان سوم، از استعمار انگلیس نجات پیدا کرده و پادشاهی هم کنار گذاشته شده درش، یه سیستم در واقع ریپابلیک 100% درش هست و پارلمنتاری هم هست، حالا اگه از داره فرم دقیقش بخواین، ولی این نتیجه ایست که در هند ما میبینیم. یعنی دموکراسی، هرچند که مردم تمام کسایی که سمت راست این عکس شما میبینین، هر نفری که تو اون باغات زندگی میکنه و هر نفری که تو این اسلام سمت چپ زندگی میکنه حق رأی مساوی دارن و آقای دال، رابرت دال، ممکنه که از این دموکراسی راضی باشه. ولی اگر به افکتیونس و آتکامش فکر بکنیم، میبینیم که آتکام مطلوبی ارائه نشده. تو قسمت بعدی میخوام مدلی رو که من برای توضیح دادن علت این وضعیت دموکراسی پیشنهاد کردم و راه حل هایی که از اون مدل میشه نتیجه گرفت صحبت کنم. اگر سوالی هست بفرمایید. مرسی. سلام. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم خدمتتون.
شما راجع به چیز صحبت پرداخت نکردین، راجع به نبودن عدالت اجتماعی، که اگر که تاکید بر روی دموکراسی همراه با تاکید با بر روی عدالت اجتماعی نباشه، چجور پروژه دموکراسی مشکل بیشتری رو باش رو خواهد بود؟ من منظورم از این عکسایی که اینجا گذاشتم و چند تا پرزنتیشن آخری که گذاشتم راجع به وضعیت کنونی جهان، همین رو می‌خواستم نشون بدم که یه سری چیزا پروسیجراله و آیدئولوژیکاله که شما بپذیری که آقا رأی نیاوردی باختی، یا بپذیری که خب تو سیستمی که رأی گیری شده شما رأی دادی نتیجهش رو قبول کنی. اینکه سیستم باید نظرات و آراهایی که برای تصمیم‌گیری‌های میلیاردی و بیلیونی برای مردم تحصیل داره حداقل به اطلاعشون برسونه، و اینا منظور همین مسئله اقتصادی بود. یعنی دموکراسی ممکنه منجر به تصمیماتی بشه، یعنی سیستم داره دموکراتیکلی به همه حق رأی مساوی میده، ولی نتایج سیستم طوری هست که عدالت اجتماعی رو به وجود نمیاره. من منظورم از این عکس و این در واقع خاتمه قسمت دوم صحبت هم همین هستش که توجهتون رو جلب کنم که دموکراسی و فرمالیزم دموکراسی و رأی‌گیری و احزاب و پلورالیزم، این هند، من آخرین عکس رو از هند گذاشتم به خاطر اینکه خیلی از کاندیشن‌های دموکراسی فرمال یا پروسیجرال دموکراسی تو هند برقراره. در هند پلورالیتی احزاب هست، کسی راجع به رأی‌گیری‌هاشون شک نداره که فکر کنم توش خیلی تقلب شده و فلان حرفا، ولی نتیجه نهایی یا اون چیزی که من قسمت دوم صحبتم راجعش بود، افکتیونس دموکراسی در به وجود آوردن اون چیزی که انسان دنبالش هست رو نمی‌بینیم. بله بله بله. سوالم اینه که خب هدف دموکراسی آیا واقعا اینه که اقتصاد رو درست کنه؟ یعنی ما مثلا میتونیم سوشال دموکراسی داشته باشیم، کپیتال دموکراسی داشته باشیم، یعنی میتونیم سیستم های مختلفی رو ترکیب کنیم با دموکراسی و نتایج متفاوتی بگیریم. آیا درست کردن اقتصاد کار دموکراسی، یعنی یا حالا اسپکت های مختلف جامعه، بالاخره اسپکت های مختلف داره، همه اسپکت ها رو باید دموکراسی جواب بده، یا نه مثلا یه سری چیزای دیگه هستش که، یعنی نمیشه کشوری دموکراتیک باشه ولی فقیر باشه؟ می‌بینیم که میشه دیگه. و اتفاقا من خیلی خوشحالم که شما در واقع اینتروداکشنی گفتیم برای قسمت بعدی صحبت من. دموکراسی به عنوان یک روش تصمیم گیری افکتیو بودنش، این دوباره لغت افکتیولس، اگه یادتون باشه من لغت این که تصمیم بهینه یا تصمیم درست گرفته بشه اونو قرمز کرده بودم. سوال اینجاست که خب این دموکراسی، میبینین که شما خواهید دید که اون چیزی که شما گفتین الان تو پیج بعدی میاد. این که ما دموکراسی آیا تاثیر مثبت داره یا نه، بس ببینید داره که چه چیزی رو ما دنبالش هستیم. و یه مقدار زیادی از این اختلافات در جوامع دموکراتیک که رأی ها پخش میشه و با هم دیگه به توافق نمیرسن، این هستش که افراد مختلف چیزهای مختلف براشون مهمه. مثلا آیا عدالت و انصاف اون چیزیست که برای شما مهمه؟ یعنی شما دنبال این هستی که جینی ریشیو به مینیموم برسه؟ آیا دوست دارین فاصله 10% richest people با 10% poorest نزدیکتر بشه؟ آیا این مهمترین چیزیست که شما دنبالش هستین؟ آیا یا اینکه نه، شما حاضرین یک لولی از فقر رو در شیکاگو از فرودگاه تا مگنیفیسنت مایل اسلام و بدبخت و ساختمان های درب و داغون رو ببینین، برسیم به مگنیفیسنت مایل، همه چی مگنیفیسنته ولی هر کسی آزادی داره که هر جوری دلش خواست تو خیابون برقصه، یا هر کسی دلش خواست هر کاری دلش خواست بزنه، هر حرفی که دلش خواست تو خیابون میتونه بزنه، میتونه به هر کی دلش خواست فوش بده، ولی وضع زندگیش وضع زندگی اسلامای شیکاگو. برای یه همچین کسی این که مثلا یه کارتون کشیده بشه و هر چی دلش خواست به همه بگه مهمتر از وضعیت تفاوت فقره. این براش آزادی، کسی که براش آزادی مهمه میتونه از فقر صرف نظر بکنه، تضاد طبقاتی صرف نظر بکنه،
برای اینکه آزادی بیان داشته باشه، آزادی لباس داشته باشه، آزادی گفتگو داشته باشه. و برای دیگران ممکن این سوال مطرح باشه که حقوق انسانی ما چی میشه؟ مثلا انسان‌ها از حقوق مختلفی برخوردار میتونن خودشونو محق بدونن و این حق میتونه حق آزادی بیان باشه. در واقع آزادی در یکی از انواع حقوقه، ولی خب داشتن غذا هم یکی از انواع حقوقه، داشتن مسکن هم یکی از انواع حقوقه و نمردن یا زنده موندن هم یکی از حقوقه. یعنی همونطور که مردم آمریکا نباید این دفعه صبح ها میشن ببینن دو تا هواپیما خورد 3000 نفرشون کشته شدن تو این برج ها و این حق لایف دارن، این حق هم دارن که ظرف مثلا 6 ماه 200000 نفرشون نباید از ویروس بمیرن. حالا یه نفر ممکنه بگه نه من آزادی بیان مهمه برام، حالا 200000 نفرم ببینه آزادی، مثلا اینا که تو اروپا ماسک زدن و من عکسشون رو وسطتون گذاشتم، اینا آرگومنتشون اینه، این که من ماسک بزنم یا نزنم از همه چی مهمتره، حتی از این که ممکنه 4 تا پیرمرد پیرزن این بغلش سوشن بمیرن. من دوست ندارم توی جامعه زندگی کنم که دولت بتونه به من بگه ماسک بزن. این حق خودش رو که بتونه ماسک بزنه یا نزنه براش از عدالت و انصاف، از زندگی دیگران مهمتره. یکی دیگه ممکنه بگه که نه من خیلی خوشحالم که تو چین دولت 20 روز همه رو کرد تو خونه، ارتشی ها ریختن تو خیابون، در دیوار بستن، ولی جون مردم نجات پیدا کردن از 1 میلیارد نفر. اگر میخواستن مثل آمریکا کشته بشن الان باید 1 میلیون نفر فقط تو چین کشته شده بود ناشی از کووید. این هستش که این که ما چه چیز رو دموکراسی میدونیم و دنبال چه چیزی در دموکراسی میگردیم در برداشت ما از این که دموکراسی به چه شکلی باید پیاده بشه و دایمنشن های مختلف دموکراسی چی هست تأثیر داره. به علاوه بر این سه موردی که الان من اینجا لیست کردم، چیزای دیگه ای هم هستش که در برداشت ما نسبت به دموکراسی تأثیر داره. مثلا پاسخ به این سوال که کدوم بخش از مردم شایسته داشتن حکومت هستن یا رسیدن به قدرت هستن، این سوالی بوده که همین که به زنا حق رأی بدیم یا ندیم، به سیاها حق رأی بدیم یا ندیم، اینا در واقع جواب این سواله. این که میزان دخالت مردم چقدر باید باشه تعیین میکنه که خب آیا مردم میتونن این طرفی که بهش رأی دادن و وسط دوره حکومتش پایین بکشن یا نه، و آیا 70% مردم باید رأی بدن این طرف حکومتش رو ول کنه تو سنا مثلا، یا باید 50% مردم این رأی بدن، آیا 4 سال یه بار باید انتخابات برگزار بشه یا 8 سال یه بار. فرانسه تا 20 سال پیش فکر کنم هر 8 سال یه بار انتخابات، یعنی طرف انتخاب میشد 8 سال حکومت میکرد. بعد گفتن که آقا نه ما، یعنی هر فیدبک به سیستم هر 8 سال یه بار میتونست اعمال بشه. بعد من کنارش فکر کنم الان 6 سال یا 4 سال. و اینکه روش اجراییش چجوری باید باشه، آیا مثلا سیستم فرست پاس تو پست باشه یا پروپورشنال رپرزنتیشن، آیا اگر کسی 33% آرا رو آورد ما میذاریم به حکومت برسه یا مجبورش میکنیم با دیگران ائتلاف بکنه. این همه این سوالات با هم دیگه ترکیب میشه و ما یه اسپکترومی از جوابها رو که دوستمون هم الان ما یک سوال کردن بهش اشاره کردن بهش میرسیم، که اول در پاسخ به سوال این که چه کسی باید در دموکراسی وجود داشته باشه، خب کسایی که اینو گفتم دیگه، کسایی که ملک نداشتن، کسایی که زن بودن، کسایی که سیاه بودن، کسایی که شهروند درجه 2 حساب میشدن، اینا حق رأی نداشتن. و این ما رو به این نتیجه میرسونه که دموکراسی میتونه در بین یه سابستی از جامعه، مثلا در آفریقای جنوبی سفیدا گفتن آقا ما بین خودمون تصمیم دموکراتیک میگیریم که تصمیمات خوب بگیریم، موفق خوب بتونیم این سیاها رو کنترل کنیم. این افراد سفیدی که تو آفریقای جنوبی زندگی میکردن معتقد به خوبی دموکراسی بودن، یعنی معتقد بودن که دموکراسی منجر به تصمیمات موفقیت‌آمیز واسهشون میشه، ولی بین خودشون دموکراسی برگزار میکردن. اصلا یه گروه دزد که مثلا شبا میرن به خونه‌های مردم میزنن میتونن اتوکراتیک باشن، یعنی رئیس دزدان میگه به اینجا حمله کنیم یا به اونجا. اینا این خطر رو دارن میپذیرن که اگر این یه نفر لپس آف جاجمنت کرد همشون گیر میافتن. اگر یه گروه دزدای عاقل‌تری وجود داشته باشه اینا دموکراتیک رفتار میکنن، بین خودشون تصمیمات دموکراتیک میگیرن، بعد میرن به خونه مردم دزدی قشنگ میسنجن زیر و پایین، نظرات مختلف رو میشنون و از همه منافع دموکراسی بهره برداری میکنن برای دزدی خودشون.
اینه. پس برابری باید متوجه بشیم که دموکراسی یه چیزی نیستش که در طول تاریخ و در طول تاریخ خودش در واقع که تاریخ کوتاهی هم هست منظور از عموم مردم بوده. دموکراسی میتونه بین گروه های خاصی برقرار بشه و برقرارم شده. ولی خب دوباره ایدئال این هستش که تمام کسایی که ذینفع هستن از اون نتیجه‌ای که گرفته میشه در اون تصمیم گیری دخالت داشته باشن. خب حالا سوال اینجاست که این افرادی که میخوان دخالت بکنن چقدر باید دخالت داشته باشن؟ دو تا آپشن وجود داره. یک این هستش که هر وقت ما تصمیم گیری میخوایم بکنیم میریم از مردم میپرسیم. این میشه دایرکت دموکراسی. هر دفعه که میخواد یه تصمیم میگرفته بشه ما یه مردمی داریم که راجع به موضوع همه صاحب نظر هستن و شاید هم مواردی باشه که بشه این کارو کرد. مثلا یه دو دانشمندی دارن یه چیزی تحقیق میکنن، همشون صاحب نظر هستن، همشون موضوع رو میدونن، همشون شبا میشنن مقالات دیگران رو میخونن و هر دفعه شاید بتونن از دایرکت دموکراسی استفاده کنن و هر تصمیمی رو شورایی بگیرن، هیچ تصمیمی رو مثلا اون کسی که رئیس گروه یا لیدر گروه هست نگیره. آپشن دیگه ای که وجود داره، آپشن دوم، این دایرکت دموکراسی هست که رپرزنتیتیو دموکراسی هست. یعنی ما حالش رو نداریم یا امکانش رو نداریم که در تک تک تصمیمات دخالت بکنیم. میایم یه نفری رو میگیریم به وکالت از ما بره اون از طرف ما تصمیم گیری کنه. و تمام چیزهایی که بین این دوتا اسپکتروم شما میتونین در نظر بگیرید. ولی این کسایی که میرن به سمت و داشت شرایطی ایجاد میشه که ما میریم به سمت این دایرکت دموکراسی یا رپرزنتیتیو دموکراسی، در واقع گاهی اوقات این سیمپلیفای میشه به این که ما مثلا این کسی که وکیلمون هست هر تصمیمی که دلش خواست میتونه بگیره. ولی این لازم نیست اینطوری باشه. این میتونه این باشه که مثلا این کسی که نماینده ما هست هر تصمیمی میخواد بگیره باید بیاد با ما مشورت کنه، یا اینکه هر تصمیمی میخواد بگیره ما رو باید مطلع کنه. این لول های مختلفی هست که بین دایرکت دموکراسی و این دایرکت دموکراسی یا رپرزنتیتیو دموکراسی میتونه وجود داشته باشه. متاسفانه در اکثر اون کشورهایی که ریپابلیک شدن یا مونارکی هنوز هستن ولی در واقع دیگه دسپاتیک نیستن، هنوز خیلی نزدیک به این اکستریم فرم رپرزنتیتیو دموکراسی هستن که هر چند وقت یه نفر رو انتخاب میکنن، میگن آقا تو برو از طرف ما هر کاری دلت خواست بکن و کنترلی که باید داشته باشن روشون خیلی کمه. و این جواب سوال چقدر کنترل وجود داره و چقدر دموکراسی وجود داره در واقع ناچیزه، به خاطر که در فرم رپرزنتیتیو دموکراسی مردم نه انتظار میره و نه میتونن به خاطر مسائل اقتصادی که پشتش هست در جریان همه امور قرار بگیرن و در تصمیم گیری ها مشارکت بکنن. خودشون هم به خاطر فرض کن کارگری که صبح تا شب روزی 8 ساعت میره تو کارخونه کار میکنه، بعد 8 ساعت هم خستگیش میخواد در کنه، اون ترجیح میده که دلیگیت کنه آثاریتی رو برای اینکه فرد ادامه بده انگیجمنتش رو تو لول های مانیتورینگ و کنترل و فیدبک دادن. باید از یک لول خاصی از زندگی اقتصادی و اجتماعی و سواد و غیره برخوردار باشه که تو خیلی اکثر کشورها از جمله بزرگترین کشورها مثل آمریکا و غیره که 40 میلیون نفر تو صف قضا وامیستن اینا به اون مرحله نرسیدن که دلیگیتر آثوریتی نکنن و برن به سمت دایرکت دموکراسی. ولی خب این یه اسپکتروم اینجا وجود داره. از طرف دیگه این سوال وجود داره که خب من الان اینجا این قسمتی بود که گذاشتم که دوباره دوستان دوست دارم نظرشون رو بگن. دموکراسی چقدر پاسخ مختلفی میتونه بهش داده بشه؟ حکومت دموکراتیک است اگر مردم درگیر امور حکومت باشن. حکومت دموکراتیک است اگر انتخاب شدگان توسط مردم بر حسب خواسته مردم حکومت کنند. حکومت دموکراتیک است اگر حاکمان به نفع مردم حکومت کنند. اینا انواع مختلف در واقع تعریف هایی هست که کسایی که خودشونو عملا دموکراتیک مینامند در واقع اینجوری اینترپرت میکنن دموکراسی رو. اگر کسی نظری راجع به اینا داره به من بگین. دوست دارم یکی چیزی رو بگه که به نظر شما کدومی که از اینا نظر دموکراسی شماست. ببخشید من به نظرم گزینه دو که همون رپرزنت یا حالا یه جوری میدل گراوند در واقع
چون گزینه یک که خب همونجور که شما فرمودین مردم اون چیزو ندارن که واقعا درگیر امور باشن، چون هر کس تو مال کار خودش و اینا. گزینه آخر هم که خب آدم نمیتونه به حکومت و به این که اینا چیز نیستن، یعنی به شهر نیستن، حکومت به شهر گرایده نشه، نمیتونه اعتماد کنه اگر همه چیزشو بده به حکومت، همه چیزشو. در نتیجه حتما باید یه جوری باشه که شبیه گیم باید بهش نگاه باشه که هی یعنی هم کسایی که میخوان چیز کنن تو حکومت هستن، یعنی میخوان پاور سیاسی رو به دست بگیرن، باید گیم با هم بازی کنن، هم مردم باید باشون شبیه گیم باشن که هر کسی دنبال اون چیز خودش باشه. و این ولی خب این یه مشکلی که من خودم بهش فکر این چیزی که من فکر کنم یه بعد مشکلی که داره اینه که باعث نگه هر کسی، چون تو این روش مردم به سود خودشون فکر میکنن، یعنی هر کسی نفع شخصی خودش رو در نظر میگیره و این باعث میشه که یه جوری یه جوری جدایی، یعنی نتونیم کامانگود رو تشخیص بدیم، هر کسی داره نفع خودش رو چیز میگه. یعنی تو دومی تو حالت اکستریمش یه همچین چیزایی توش یه مشکلات این داره، مشکلات دومی که خودم چیز کردم به نظر یه همچین مشکلاتی توش داره. یه مشکل خیلی اساسی تر دیگه هم که داره و مثلا سومی نداره اگه حکومت واقعا خوب باشه، اینه که مثلا فرض کنید که زمان اگه خیلی کوتاه باشه، زمان حکومت 4 ساله باشه، هیچ وقت کسی به لانگ ترم سولوشن ها، اون چیزایی که برای چیز هستش، کسی فکر نمی‌کنه. یعنی چون وقتی گیم میشه و گیم تایم دار میشه، این یه مشکلات اینجوری هم داره اون دومی. حالا و چیز نظر من راجع به دومی، با این وجود باز به نظرم از اولی و آخری بهتر. بله و آرزو شما مرتبا خیلی نکات مهم و جالبی رو که من واقعا دوست دارم رو مطرح میکنین. من برداشتم از حرف آرزو این بود که در واقع انتخاب اول شاید ایدئالشون باشه ولی انتخاب دوم پرکتیکالیتی بیشتری داره و با توجه به اینکه انتقادی هم بهش دارن دومی رو انتخاب کردن. من دوستان دیگه هم هستن که نظری داشته باشن؟ منم می‌خواستم این نظر بدم آقای دکتر. احمد هستم، احسان. بفرمایید. سلام. ممنون بابت صحبتتون، بسیار عالی. من فکر می‌کنم گزینه اول، من خودم باشم گزینه اول رو انتخاب می‌کنم، از این جهت که در واقع میزان درگیر بودن مردم در امور حکومت در نهایت به اون افکتیونس دموکراسی خط خواهد شد. یعنی درست حرف شما درسته که این خیلی پرکتیکال نیست، همه مردم نمیتونن، ولی آیا 5% مردم میان درگیر حکومت بشن، آیا 10%، آیا 90%؟ ایدئال این بود که خیلی کثیری از مردم در واقع بیان در واقع درگیر بشن، که خب غالبا اینجوری نمیشه، ولی حکومت دموکراسی افکتیو نسش بیشتر خواهد شد به شرط اینکه، یعنی با در واقع وقتی که مردم بیشتر درگیر امور حکومت بشن. به نظر من گزینه‌های دیگه در نهایت ممکنه دیریل بشه، ولی اگر ما گزینه یک رو انتخاب بکنیم حالا و سعی بکنیم مردم هم آگاهیشون بیشتر بشه، هم در واقع عدد بیشتری از مردم درگیر حکومت بشن، حکومت اولا دیریل نخواهد شد و اگرم مردم بیشتر درگیر بشن افکتیونسش هم بیشتر خواهد شد. پس من در واقع حرف شما رو درست فهمیده باشم، شما با در واقع دوست مناقرزا موافقین، فقط معتقدین که در واقع ما بخوایم ایدئالمون رو اولی قرار بدیم و در اون جهت حرکت بکنیم. آقا رضا من فکر نمی کنم منظورشون بود که ایدئالشون دومی است، منظورشون بود که پرکتیکالیتی دومی است و یک توی این گیم بین قدرت و گین مردم دومی رو انتخاب کردن. شما به این نکته اشاره کردی احمد جان که در واقع توی پاورپوینت بعدی من هست، توی این سه تا جمله‌ای که من اینجا نوشتم یه دایمنشن حذف شده که الان تو بعدی اضافه میکنم، میخواستم ببینم شما خودتون اضافه میکنین یا نه دوستان، و شما کردین. اینکه حکومت دموکراتیک است اگر مردم درگیر و حکومت باشن، خب کسی که اینو میگه مثلا دوست داره که دایرکت دموکراسی باشه، تصمیماتی که گرفته میشه مردم تصمیم میگیرن، ولی خود همین دایرکت دموکراسی که اگر آپشن اول ما انتخاب بکنیم یک سوالی مطرحه که در واقع برای اینکه این عملی بشه اکثر موارد همه مردم نظر مشترک ندارن، پس ما مجبور میشیم حتی اگر طرفدار اولی هم هستیم باید اینو بپذیریم که حکومت، یعنی اگر کسایی که طرفدار دایرکت دموکراسی هم هستن و آپشن 1 رو انتخاب میکنن،
باید بگن حکومت دموکراتیک است اگر اکثریت مردم درگیر حکومت باشن. هیچ وقت که 100% مردم ما نمیتونیم مجبورشون کنیم که درگیر امور حکومتی باشن، یا اینکه اکثریت مردم بر حسب خواست اکثریت مردم حکومت بکنن، یعنی اینکه اکثریت مردم توی شوراها، توی شوراهای شهر این ور اون ور طوری باشه که اکثریت مردم شرکت بکنن در اعمال و بر حسب نظر اکثریت مردم هم کار را انجام بشه. و حتی اون کسایی که دموکراتیک مثلا چین فکر میکنن، حکومت دموکراتیک هست اگر حاکمان به نفع اکثریت مردم، به نفع مردم یعنی چی؟ خب یه تصمیمی که دولت چین میگیره به نفع یه عده‌ای میشه. میخوام اشکال این تعریف قبلی رو بهتون نشون بدم. حکومت دموکراتیک هست اگر حاکمان به نفع مردم کنن. خب به نفع چند درصد مردم؟ این برای اینکه دقیق تر بشه این لغت اکثریت باید مطرح بشه، و وقتی لغت اکثریت مطرح میشه ما میفهمیم که پس اختلاف نظر وجود داره. ما باید بپذیریم که حتی در دایرکت دموکراسی ما کمتر میتونیم اون ایدئال دموکراسی رو که تو اون تعریف اولیه خودم به عنوان ایدئال پیشنهاد کرده بودم که مردم کنترل بکنن و اون چیزی که میخوان انجام بشه، اون چیزی که میخوان معمولا یکی نیست و ما همیشه مجبور میشیم که به یک چیزی لستن این که همه مردم راضی باشن. همیشه یه عده‌ای از مردم به اون چیزی که داره انجام میشه راضی هن و یه دی از مردم به اون چیزی که داره انجام میشه ناراضی هن، و این کانترادیکشن در همه ایمپلیمنتشن های دموکراسی اینکلودینگ دایرکت دموکراسی که تک تک تصمیم ها رو ما بریم سراغ مردم وجود داره، که در واقع یک اکثریتی رو داریم راضی میکنیم و اون اکثریت حالا اگر سیستم فرست پاست پوس باشه ممکنه واقعا 33% مردم باشه، اگر سیستم های اگریگیشن و رایگیری های پیچیده تر باشه خب درصد بیشتری از مردم ما ممکنه بتونیم رضایتشون رو فراهم بکنیم. ولی این نکته که تو مجله تایم تون شمارهش که ماجوریتی رول رو برده بود زیر سوال شاید بتونین آنلاین پیداش بکنین، مقاله های مختلفی رو راجع به این کسایی که این ماجرای ماجوریتی رول رو زیر سوال میبرن و زیر سوال بردنش هم رد کردنش نیست. یعنی این ماجوریتی خب چند درصد؟ 33%، 49% مثل ترامپ، یا 51% مثل بایدن، یا اینکه باید سیستم رای گیری اصلا عوض بشه و همه پرفرنس هاشون رو بگن به طور پیچیده تری رای گیری بشه و غیره. اینا همه سوالاتی است که در مورد دموکراسی وجود داره. از طرف دیگه این اسپکتروم بین رپرزنتیتیو دموکراسی و دایرکت دموکراسی وجود داره. و حالا میرسیم به اون چیزی که یکی از دوستان وسط صحبت مطرح کردن. این انوایرمنتی که ما توش داریم زندگی میکنیم و سیستم فرم آف گاورمنتی که داریم درش زندگی میکنیم و اون چیزی که از دموکراسی میخوایم، یادتون باشه ما میتونستیم از دموکراسی عدالت اجتماعی بخوایم، میتونستیم ازش آزادی بخوایم، میتونیم همه اونا رو بخوایم. خب همه اونا رو بخوایم معمولا گیرمون نمیاد و هر کسی یه پریفرنسی داره. این پریفرنس ها با فرم آف دی گاورمنت که قاطی میشن خیلی وریشن های مختلفی به وجود میارن که دوستمون اسم سوشال دموکراسی رو بردن این حرفا. از یه طرف ایدئولوژی افراد بسته به اینکه چه چیزی مورد علاقه شونه، میتونه کامیونیسم باشه، ممکنه طرفدار دموکراتیک سوشالیسم باشن، ممکنه طرفدار لفت لیبرتریانیسم باشن، میتونن طرفدار سوشال دموکراسی باشن. دموکراتیک سوشالیسم با سوشال دموکراسی دوباره یه ذره فرق میکنه. ممکنه لیبرال طرفدار لیبرال دموکراسی باشن، ممکنه طرفدار لیبرتریان کپیتالیسم باشن مثل حزب جمهوری خواه آمریکا که خیلیاشون تی پارتی و غیره لیبرتریان کپیتالیست هستن. این اسپکتروم ایدئولوژیشون وقتی با دموکراسی تلفیق میشه معنیهای مختلف پیدا میکنه. مثلا دموکراتیک سوشالیسم میگه آقا سیستم ما دموکراتیکه اگر که فقرا مثلا سوشالیسم پیاده بشه و ابزار تولید در دست همه باشه. سوشال دموکراسی میگه اگر سیستم دموکراسی باشه ولی به فقرا توجه بشه. لیبرال دموکراسی میگه اگه دموکراسی باشه و همه حق حرف زدن داشته باشن، حتی اگه سیستم کپیتالیستی باشه. لیبرتاریان کپیتالیسم میگه آقا سیستم دموکراسی باشه، دولت هم مینیمایز بشه، مردم هر آزادی هر کاری که دلشون میخواد داشته باشن، هی دولت نیاد از ما مالیات بگیره و فلان و بره هر خرجی که دلش میخواد بکنه. اینا همه آرگومنت هاییست که به ایدئولوژی مردم، یعنی ایدئولوژی با ایده دموکراسی که تلفیق میشه وریته های خیلی مختلفی رو به وجود میاره. از اون فرم گاورمنت هم حالتهای مختلف ممکن داشته باشه. ما اولش مثلا دسپاتیک مونارکی داشتیم، این روزا خب دسپاتیک مونارکی نداریم. هر جایی که بناس دسپاتیک مونارکی وجود داشته باشه معمولا به جاش میلیتری دیکتاتورشیپه، یعنی یه عده میان حکومت و نظامی ها به دست میگیرن و غیره.
ولی خب الان مثلا تو خیلی از کشورها enlightened مونارکی وجود داره یا constitutional مونارکی وجود داره. حالا توی کشورهای جهان سوم benevolent despotism هنوز وجود داره، تو کشورهای جهان اول constitutional مونارکی خیلی جاها وجود داره. totalitarian republic داریم مثل چین، republic های دیگه داریم مثل هم که اشاره کردن republic های آفریقایی و غیره، و direct democracy هم گاهی تو بعضی جاها و فرم گاورمنتی است که مثلا تو سوئد خیلی ازش استفاده میشه، تو کالیفرنیا هم استفاده میشه. حالا همه اینا رو در نظر داشته باشین، در کنار اینا فرمای پارتیسیپیشن دیگه مطرح میشه. یعنی ما میتونیم این ایدئولوژی های مختلف رو فرض کنیم، شما طرفدار دموکراتیک سوشالیسم هستین و دارین توی جامعه کانستیتوشنال مونارکی زندگی میکنین. اگه طرفدار مثلا سوشال دموکراسی هستین و توی یک کشوری که کانستیتوشنال مونارکی هستن، میریم به حزب لیبرال انگلستان، به حزب معذرت میخوام لیبر انگلستان رای میدین. طرفدار سوشال دموکراسی هستین، از اون طرف هم توی کانستیتوشنال دموکراسی زندگی میکنین، میریم به حزب لیبرال رای میدین. ولی اینکه از دید شما پارتیسیپیشن باید چه حد باشه، یعنی آیا دوست دارین دائم رفراندوم بشه یا اینکه دوست دارین دلیگیت بشه اتوریتیتون به اعضای پارلمان، این یه دایمنشن دیگه است که اینجا وجود داره. یه دایمنشن دیگه ای که وجود داره این هستش که آیا پارتیسیپیشن مردم تو دموکراسی باید ریکواید باشه یا هر چند درصدی که رأی دادن ما به این نتیجه این تسلیمی. مثلا تو استرالیا الان گفتن رأی گیری برای همه اجباریه، کسی رأی نده جریمش میشه. فکر کنم تو نیوزیلند هم همینطوریه. و خب توی یه همچین سیستمی اگر که در واقع ما میتونیم بخوایم که سیستممون هر کدوم کامبینیشنی از ایدئولوژی ها میکس با دموکراسی در سمت چپ باشه و فرم آف گاورمنتمون هم هر کدوم از اینا در سمت راست باشه، ولی میتونیم مثل استرالیا بخوایم همه حتما باید در دموکراسی شرکت کنن، یا اینکه مثل بریتیش کلمبیا 40% مردم هم یه رأی دادن و اون رفراندوم رأیش افکتیو میشه با همون درصد آرایی که رأی دادن. این یه سوالی است که باید جواب داده بشه. استرالیایی ها گفتن آقا نه، باید همه در دموکراسی شرکت کنن، هر کسی هم که رأی نده با جریمش میکنه. خب حالا اون کسایی که با پارتیسیپیشن ریکوایرد پارتیسیپیشن مخالفه، خب میگن این مردمی که نه میخونن اونم به زور الکی برن این رأی بندازن، این چه فایده ای داره؟ دوباره افکتیونسش میره زیر سوال. از اون ور اگه مردم رأی ندن هم دوباره افکتیونسش، یعنی دموکراتیک بودنش اصلا میره زیر سوال، درصد کمی از مردم دخالت کنن. و مشکل دیگه ای هم که وجود داره، یه دایمنشن دیگه هم باز اینجا داریم، و اون دایمنشن در واقع این هستش که همه این حرفایی که ما زدیم، اگر یه نفری در واقع مارکسیست باشه از ما این ایرادو خواهد گرفت که همه اینها بستگی به وضع تکنولوژی داره. حتی همین حرکت ما از در واقع از دسپاتیک مونارکی پادشاهی استبدادی به ریپابلیک و بعد به دموکراتیک ریپابلیک و غیره، اینا همه ناشی از تغییرات تکنولوژیه. ما نمیتونستیم از مثلا جورج واشنگتن انتظار داشته باشیم که یه رأی گیری پروپورشنال بکنه، در حالی که باید با اسب رأی ها رو جمع میکردن از این ایالت به اون ایالت میبردن که رأی ها شمرده بشه. یعنی باید واقعیت های یا در جامعه‌ای که اکثر مردم بی سواد بودن نمیشه این انتظارات رو داشت. در نتیجه یه سری مطالب مثل پابلیک ایژوکیشن، مثل سوشال استراکچر، مثل ابزار تولیدی که در اون جامعه وجود داره، اینا و مسائل اقتصادی که توی بک‌گراند وجود داره تعیین کننده این هست که یه جامعه‌ای در چه مرحله هر کدوم از این فرم‌های گاورمنت، ایدئولوژی‌ها و سوشال استراکچرها و میزان پارتیسیپیشنی رو میتونه در واقع به عهده بگیره. این توجه به این دایمنشن ها و در واقع وریبل هایی که در تصمیم گیری ما در میزان دموکراسی مطرحه، برای درک در واقع این که آینده دموکراسی چی خواهد بود برای ما تأثیر داره. خب این از اینا میگذاریم، من دیگه واقعا نمیرسم. بخوای یه نگاهی به اینا بکنین، آیه فرید زکریا یه کتاب نوشته بود در 15 سال پیش، illiberal democracy، معتقده که دموکراسی های موجود در دنیا دموکراسی هستن ولی لیبرال نیستن، یعنی به آزادی بیان و رأی و نظرات شخصی به اندازه کافی توجه نمی کنه. از اون طرف در واقع یکی از بنیانگذار حزب سوشال دموکراسی در آلمان
این متن سمت چپ گفته اونه. There is no democracy without socialism and there is no socialism without democracy. و خیلی هم هستن که در واقع نگران آینده لیبرالیزم هستن در شرایط موجود که در واقع آزادی ها میتونه تحت سوال قرار بگیره در اثر مشکلات اقتصادی. در آمریکا مثلا مشکلاتی که وجود لابیگری برای مردم داره، در واقع اون کسایی که پول دارن قانونا میتونن برن اون کسی که بنده نماینده کردم بره از منافع من طرفداری بکنه رو بخرم، میگن آقا بیا از منافع من طرفداری کن. و این سمت چپ دوباره یک مثال دیگه هست اینجا، نمیدونم فکر کنم آمریکاست، از اشکال تفاوت طبقاتی. خب این دیگه آخرشه، میدونم که خیلی خسته شدید، زمانم من وقتی حرف میزنم الان جلو من هیچ کدوم از این مانیتورام ساعتو نشون نمیده، ازتون معذرت میخوام. اون چیزی که چند تا پاورپوینت آخر ما رو کاور خواهد کرد رول اینفورمیشن هستش که من توی این فیدبک سیستم میخوام مطرح بکنم. این مردمی که در دموکراسی دارن زندگی میکنن، پرسپشناشون، ایدئولوژیشون، همینطور که تو این چارت آخری توجهتون رو بهش جلب کردم، ایدئولوژیشون، برداشتشون، خواسته هاشون، میزان ادویکیشنشون و غیره در اون چیزی که تصمیمی که میخوان بگیرن تأثیر داره. در نتیجه توزیع اطلاعات یکی از مهمترین پارامترهایی هستش که توی یک سیستمی که میخواد از مردم رأی بگیره مهمه. اگه مردم اطلاعات بهشون نرسه، رأی که دارن میدن شانسیه، 50-50 و در واقع من توی اون پیپری که حالا اگر دوست داشتین میتونین برین دانلودش کنین، تو An Informatic Theory of Effective Democracy، اونجا من توضیح دادم که وقتی که افراد اطلاع کافی ندارن ما میتونیم میزان نحوه رای گیریشون رو پیشبینی کنیم. یعنی وقتی که دو تا رای دارن، مثلا در آمریکا دو تا آپشن دارن و این همیشه انداب میکنه 51-49. تو کشورهایی که سه تا آپشن دارن مثل کانادا خیلی وقت اکثر انتخابات انداب میکنه به 33%. علتش این هستش که این افراد یا به اندازه کافی دلیبریشن قبل از رأی گیری انجام نمیشه، یا اینکه در واقع مردم اطلاع کافی در لحظه رأی گیری راجع به موضوع رأی گیری ندارن و یا زمان به اندازه کافی نداشتن یا اطلاعات به اندازه کافی نداشتن. یه تئوری اینجا نقض میشه، اون تئوری اصلی که اینجا رو یکمی آرومتر میرم چون اصل ماجرا اینه. پشت ماجرای دموکراسی یه هایپوتزیسی هست، یه فرضیه ای هست. فرضیه این هستش که اگه یه نفر یه تصمیمی رو بگیره، این ویزدام خودش رو داره به کار میبره. فرض کنیم که اون بنولنت دیکتاتور میخواد یه تصمیمی رو بگیره، واقعا هم صلاح همه رو میخواد، ولی اینکه بفهمه صلاح همه چیه، یک. دوم این که تصمیم درست برای رسیدن اون صلاح همه بگیره، این واقعا بستگی به این داره که اون فرد چه جور پروسسی در مغزش اتفاق میفته. دموکراتیک ویزدام هایپوتزیس این هایپوتزیس است که میگه آقا اگر با عده بیشتری مشورت کنی این تصمیم بهت پخته تر میشه و منافع یا یوتیلیتی رو برای اون کسایی که تو میخوای تصمیم بلولنت رو بگیری بهتر میشه. که در حالت اپتیمومش این هستش که اگه از همه نظراتشون رو بپرسی، این تصمیم تو و در واقع نظر همه رو بهتر برآورده خواهد کرد. ولی این فرضیه در صورتی درسته که خب من میخوام الان یه تصمیم بگیرم، مثلا برای همه برم شام بخرم. اگر از همه بپرسم شام چی میخوام، هر کسی اون چیزی که دلش میخواد میگه، اینجا احتیاج به اطلاعات جمع کردن نداره، داره پلژر لحظه خودشو میگه. ولی ما بخوایم این تصمیم بگیریم که نتیجهش در آینده معلوم نیست، این افراد باید برن مطالعه کنن تا اون نظری که میدن واقعا منافع آیندهشون رو برآورده بکنه. پس این دموکراتیک ویزدام هایپوتزیس فقط در بعضی از شرایط میتونه برقرار باشه. یعنی اینکه وقتی از تعداد بیشتری از مردم یا از همه مردم در حالت ایدئال، فرض کنید حالت ایدئال چیه؟ 100% مردم توی دایرکت دموکراسی شرکت بکنن، میشه ایدئال دیگه. همه مردم در اون چیزی که به آیندهشون تاثیر داره شرکت بکنن و ما هم از همهشون سوال بکنیم، نه از رپرزنتیتیوهاشون. این وقتی جواب میده که این همه مردم راجب اون سوال فکر کرده باشن و دانش و آگاهی راجب کانسیکوئنس آپشن‌های مختلف، یعنی آلترناتیو چویس هایی که دارن، بدونن اگه این انتخاب کنن کانسیکوئنسش چی میشه، هم سوادش رو داشته باشن هم وقتش رو داشته باشن که روش مطالعه کنن و غیره. و
این در واقع اینفورماتیک دایمنشن دموکراسی رو هایلایت میکنه و نقش رسانه ها رو توی دموکراسی هایلایت میکنه. برای اینکه مثلا ما از مردم میپرسیم آقا بین این دوتا حزب انتخاب کنیم، یه حزب میگه آقا مالیات رو از ثروتمندا حذف بکنیم برای اینکه اقتصاد رونق پیدا کنه، اون یکی میگه آقا مالیات رو از عموم مردم حذف بکنیم تا پول بیشتری دستشون باشه و اینا بتونن خرید بیشتری بکنن اقتصاد رونق بگیره. این هر دو نفر دارن این حرفی که دارن میزنن، کسی میتونه راجع به این قضاوت کنه که واقعا بره بشینه و این اختلاف نظرهایی که راجع به اقتصاد هست مطالعه کنه، ببینه آیا واقعا مالیات کم کردن از ثروتمندا منجر به بهبود زندگی اکثر جامعه میشه؟ از اون طرف آیا اگه مالیات رو کم کنیم اینا پول خرج کردنشون بره بالا واقعا وضع زندگیشون بهتر میشه یا همه رو میرن مثلا به هدر میدن؟ این حالا من خودم طرفدار دومی ام، ولی منظورم اینه که یه نفری که میخواد راجع به بین این دوتا تصمیم گیری بکنه باید واقعا بره بشینه مطالعه بکنه و ببینه کدوم یکی از این دوتا درسته و برای این کار باید اطلاعات در اختیارش قرار بگیره، هم مثال های دیگه، هم تصمیماتی که جای دیگه گرفته شده، هم شرایط واقعی که تو اون جامعه وجود داره. ولی وقتی که خب یه سری از اطلاعات در مورد مهمترین تصمیم گیری ها در اختیار مردم قرار نمیگیره، مثلا میخوام برن جنگ، بهشون نمیگن آقا واقعا اونجا بالاخره سلاح شیمیایی داشته یا روی یا نداشته، میخوان صلح کنن بهشون نمیگن آقا این معاهده صلحی که ما داریم امضا میکنیم، میخوان قرارداد اقتصادی مثلا بین اروپا و کانادا ببندن، متن قرارداد اصلا در اختیار مردم قرار نمیگیره. خب در این صورت رای گیری از مردم و اعتماد کردن به دموکراتیک ویزدام هایپوتزیس چون درست نیست، اعتماد کردن به دموکراسی هم درست در نمیاد. پس سوال اینجاست که کجاها ما میتونیم روی دموکراتیک ویزدام هایپوتزیس حساب بکنیم که نتیجه درست بده؟ برای اینکه اینو بفهمیم باید ببینیم این افرادی که تصمیم میگیرن چجوری تصمیمات خودشون رو در واقع اجرا میکنن. ببینید این قسمت از این چارت تصمیم گیری های یه فرد رو نشون میده. یه فردی میخواد یه تصمیم بگیره، یه چویسی رو میخواد انتخاب بکنه. نمیدونم چقدر واسهتون قابل خوندن هست، من واسهتون دارم توضیح میدم. اینجا داره یه دیسیژنی یه نفر میک میکنه و اینم یکی از افراد جامعه است. جامعه میلیون ها از این افراد داره. هر کدوم از این افراد واسه اینکه میخوان یه دیسیژن میکینگ انجام بدن باید یه سری اطلاعات رو به دستشون برسه. این اطلاعات اگر غلط باشه، ناقص باشه، سانسور شده باشه، همه جوانب رو نداشته باشه، کل این سیستمی که الان من میخوام و اسم شما میذاریم دموکراسی به هم میریزه. یعنی اگر مردم جامعه بهشون اطلاعات غلط بدیم، اطلاعات ناقص بدیم، بهشون نگیم آقا ما در فلان جا چی کار داریم میکنیم، بعد ازشون نظر خواهی بکنیم اینا یه چویسی رو انتخاب بکنن، این با رندوم چویس یا حتی بدتر از رندوم چویس ممکنه باشه، چون ما داریم اینا رو میسلیدشون میکنیم. بعد حالا فرض کنید اطلاعات درست به فرد دادیم، این فردی که میخواد از این اطلاعات استفاده کنه باید فرصت کافی داشته باشه که این اطلاعات رو سورت بکنه، راجبشون آنالیز بکنه، بره تو مغزش با اطلاعات و تجربیات قبلی خودش اینا رو در ارتباط قرار بده و یک دانشی رو در اثر تجربه قبلی و اطلاعات جدیدی که بهش رسیده دیولپ بکنه تا بتونه این تصمیم درست رو بگیره. این هست که جامعه هایی که تازه وارد دموکراسی میشن تصمیمات غلط زیاد میگیرن، چون اون تجربه ممکنه اطلاعات هم البته ناقص مرتبا بهشون میرسه، ولی تصمیماتشون هم چون تجربه ندارن ممکنه تصمیمات غلط بگیرن. و حالا فرض کنید که اینجا ما 1 میلیون نفر داریم، اینا نفر اول، من تصمیم گیری داخل ذهنش رو اینجا کشیدم، اینجا نفر دوم تصمیم گیری داخل ذهنش و غیره تا 1 میلیون نفر. حالا 1 میلیون تا تصمیم داریم، اینجا سیستم اگریگیشن مطرح میشه، باید سیستم فرست پاست پست باشه یا پروپورشنال ریپرزنتیشن باشه، هر کدوم از اینا یه نتیجه دیگری رو توش در واقع به نتیجه خواهد رسوند. و بعدم اینجا همیشه یه دیلی وجود داره، یعنی مردم ممکنه یه نظری داشته باشن ولی باید 4 سال صبر بکنن، یا توی فرانسه زمان آقای میتران مثلا 8 سال باید صبر بکنن تو انتخابات بعدی فرا برسه. تو این 8 سال این گاورمنت مثلا 8 سالی که آقای ترامپ سر کار بود تمام قراردادهای بین المللی لغو کرد، تو ثانیه آخر هم که داشت از حکومت میرفت بیرون دو تا قرارداد دیگر هم لغو کرد بعد رفت بیرون. چرا؟ چون این در واقع تغییرات رو مردم توی اینتروال‌های خاصی میتونن به گاورمنت اعمال بکنن و در بین اون اینتروال این اتوریتی که به گاورمنت دلیگیت شده باقی میمونه.
از اون طرف این قسمت اینفورمیشنی که به فرد میرسه یه مقدارش از طریق میدیا میرسه که اونرشیپ این میدیا رو در واقع کپیتال تعیین میکنه و اونرشیپ معمولا بیشتر میدیاها یا توسط گاورمنت یا توسط شرکت هاست و این شرکت ها و گاورمنت ها، حالا بی بی سی مثلا متعلق به دولت آمریکاست، وایس آف آمریکا متعلق به دولت آمریکاست، میدیاهای دیگه متعلق به بخش های خصوصی هستن، کم هستن مثل لوموند که متعلق به خود ژورنالیست ها هستن و غیره. در نتیجه اینفورمیشنی که به مردم میرسه از واقعه هایی که تو جهان خارج در داخل اون کشور یا در این قسمت من نشون دهنده خارج از اون سوسایتی هستش، این تصمیماتی که این فرد داره میگیره هم به وقایع داخل اون جامعه بستگی داره هم به وقایع خارج از اون جامعه بستگی داره. ولی ما که اینجا نشستیم فقط مثلا من از پنجره بیرون نگاه میکنم، خب هم چهار نفر دوستای خودم رو میبینم، من نمیدونم که تو مونترال چه اتفاقی داره میفته، نمیدونم تو افغانستان چه اتفاقی داره میفته. بعد میان از من رای گیری میکنم، میگن به نظرتون ما در افغانستان چیکار کنیم؟ خب این اطلاعاتی که به من میرسه چون حاوی اینفورمیشن کافی نیست برای من که منو موفق به تصمیم گیری درست بکنه، من هر رأی بدم شرنده و اکثرا هم رأی گیری ها بیشتر تعیین کننده، بیشتر رأی گیری ها حتی رفراندوم ها تعیین کننده موفقیت میدیاست. یعنی الان میدیاهایی که فرض کن آقای بایدن اگه برنده شده، خیلی ها که در پس پرده مسئله رو مطالعه میکنن این رو موفقیت اون میدیایی میدونن که موفق شدن مردم آمریکا رو قانع بکنن که به این چویس رأی بدن. این نشون دهنده رشنالیتی یا اطلاعات کافی مردم آمریکا و اینها نیست، کما اینکه این رأی گیری هم نتیجه‌ای که معمولا حاصل میشه یه درصد بالا یه درصد پایین هفن هفه، یعنی منجر به این نمیشه که در واقع یک کانسنسسی توی اون جامعه در واقع به وجود بیاد. حالا اگر این فاکتورهایی که وارد هستن رو بخوایم در ماجرا دخیل هستن رو بخوایم خلاصه بکنیم، برمیگرده به یه سری چیزا. یه سری ریکوایرمنت های یک دموکراسی داره که باید اگه بخواد اصلا پا بر جا باقی بمونه، این هستش که باید رول آف لا برقرار باشه، باید پلیس و میلیتاری به الکتد آفیشیال ها تسلیم بشن، مثل مصر یا مثل شیلی اون جنرالی که توسط منتخب مردم انتخاب میشه نگه آقا من دیگه تو رو قبول ندارم، باید به سیتیزن ها و شهروندان بتونن که بین در واقع توی قسمت های مختلف دولت از بالا به پایین و پایین به بالا اینا رو به سلابه بکشن و ازشون بازخواست بتونن بکنن، باید بتونن که به این ایده این که من اگر رأی نیاوردم تسلیم میشم، حتی اگر 40 میلیون نفر شکست خوردن توی انتخابات تسلیم اون 40 میلیون نفر دیگه بشن و یه در واقع از خارج مملکت اشغال نشده باشه. الان من یه مثال واسه تون مثلا ونزوئلا 20 ساله توی تحریمه، حالا میگن آقا بیاین رأی بگیریم ببینین شما از این دولت راضی هستین یا نه. خب وقتی که این دولت تحت اکسترنال فورس هاستایل داره زندگی میکنه، خب مردم ناراضی هن. این رأی که از یک در واقع توی یک دموکراتیک پروسسی از مردمی که توسط هاستایل فورس بریم توی یک قلعه مثلا از مردمی که محاصره شدن تو اون قلعه بگیم آقا جان شما دوست دارین که از دست این حاکمتون نجات پیدا بکنین یا اینکه نه دوست دارین همینجوری تو محاصره زندگی بکنین، این تصمیم گیری دموکراتیک نیست. این مواردی که اینجا تو اینجا من لیست کردم از کتابای مختلف که رفرنساشو اگه خواستین توی مقاله میتونین پیدا کنین، اون چیزی که از تئوری ان انفورماتیکس تئوری اف افکتیو دموکراسی خود من ناشی میشه این هستش که در واقع علاوه بر اون ریکوایرمنت هایی که برای وجود دموکراسی لازمه، یه سری چیزا هم هستش که برای در واقع افکتیو بودن دموکراسی لازمه. یعنی فقط اینکه رأی گیری بشه اینا لازم نیست، باید اطلاعات و اخبار مربوط به موضوع به طور دائمی در اختیار کسایی که منافع دارن قرار بگیره. اگه اطلاعات در اختیارشون قرار نگیره این دموکراسی ممکنه رأی گیری بشه، ظاهر فرمالیسم دموکراسی برقرار بمونه، ولی به نتیجه مطلوب اون چیزی که گفتیم تصمیم بهینه این دموکراسی نخواهد رسید. باید به همه ایکوال اپورتونیتی داده بشه، باید بتونن تصمیمات مستقل این مردم بگیرن، بتونن نه اینکه دولت بذاره، یعنی بتونن واقعا، یعنی میخوان تصمیم بگیرن نرم بگن آقا تو به ما بگو چیکار کنیم،
این تو به ما بگو چی کار کنیم، چه رهبر حزب در کانادا باشه، چه نفری مثلا لیدر محلشون توی دهات جهان سوم باشه. باید به اون مرحله برسن که خودشون بتونن این کار بکنن، وگرنه اون چیزی که به وجود میاد یا گروپ تینک، یعنی مردم اون چیزی که میشنون دیگران میخوان رأی بدن، اینا همون رأی رو میدن، یا اسپایرال آف سایلنس، طرف میبینه آقا من همه دیگران یه چیزی میگن، منم که رو نظر خودم چندان اعتباری قائل نیستم، پس سکوت میکنم. این اسپایرال آف سایلنس و گروپ تینک فقط وقتی از بین میره که ما واقعا سیتیزنای داشته باشیم که آگاه باشن، و این آگاهی وقتی به وجود میاد که اطلاعات در اختیارشون قرار میگیره، و اینا به اندازه کافی وقت داشته باشن، به اندازه کافی اطلاعات داشته باشن، تایم، لیجر تایم، یکی از مهمترین چیزهاییست که در دموکراسی مهمه. اگر مردم یک جامعه لیجر تایم نداشته باشن، یعنی وقت آزاد نداشته باشن، دموکراسی اونجا جا نخواهد گرفت. ایژوکیشن تعیین کننده است که در واقع یک نوعی از انتقال اینفورمیشن. و خب البته دایورسیتی، یعنی اگر اطلاعات فقط از یک کانال به مردم برسه، کسی که فقط فاکس نیوز گوش میکنه این نمیتونه تصمیم درست بگیره، کسی هم که فقط سی ان ان گوش میکنه نمیتونه فقط تصمیمات درست بگیره و غیره. همینطور تو همه کشورهای دیگه هم شما میتونید خودتون رو اکسپاند بکنید. و اینکه سیستم اگریگیشن درست باشه، که اون چیزی که من بارها تاکید کردم، مثلا سیستم اگه فرست پاست پست باشه دیگه they are on their own. ما یه آیدیالی از دموکراسی رو الان تعریف کردیم. این آیدیال دموکراسی، این آخرین پرزنتیشنمه، اونایی که طاقت آوردن، من چند نفر هستین اینجا، ولی برای همه کسایی که طاقت آوردن من ازشون معذرت میخوام. ایدئال دموکراسی این هستش که ما اگریگیشنمون ایدئال باشه، توی این محور اینجا قرار داشته باشیم، فیدبک داشته باشیم، کنترل داشته باشیم. ایدئال دموکراسی این هستش که فریدام و دایورسیتی و اینکلوزیون وجود داشته باشه. ما از نظر ایدئال همه اینا رو می‌خوایم. ما می‌خوایم اینفورمیشنی که بهمون برسه همش اطلاعات مفید باشه و چرندیات تو اطلاعاتی که می‌گیریم نباشه، تا بتونیم اطلاعات رو به راحتی فیلتر بکنیم. اگه بناست که هر دفعه ما اخبار می‌خوایم گوش کنیم، وسطش 40 تا چرندیاتی که به زندگی ما مربوط نیست، کی با کی خوابید، کی چیکار کرد و به ما بگن، نویز زیاد میشه و ما نمیتونیم تصمیم درست بگیریم. ایدئال این هستش که محتوا بسیار عالی باشه، ایدئال این هستش که فیدبک اینو وجود داشته، و ایدئال این هستش که ما یه جامعه‌ای داشته باشیم اینجا. این ایدئال دموکراسیه. ولی من معتقدم که جوامع بشری بسته به وضعیتی که حالا تو قسمت قبلی توضیح دادیم، معمولاً یه جای این بینابین هستن. اونایی که تو دیکتاتورشیپ زندگی میکنن وضعشون روشنه، اینا فریدام دارن، نه سیستم اگریگیشن، اصلا رأی‌گیری میشه، حالا کشورها رو اسم نمیبریم، نه رأی گیری دارن، نه پارلمان دارن، نه فیدبک دارن. یه دیکتاتور هنوزم خیلی از کشورهای جهان سوم اینجوری اداره میشن. بعضی از کشورها هستن که خب بله، رأی گیری برگزار میشه تا یه حدی، اگریگیشن وجود داره، فیدبک و کنترل وجود داره. میبینیم که گاه‌گاه یک فیدبک هایی به سیستم اعمال میشه، خلافکارا، زورگوها، دزدا و اینا گرفته میشن. تا حدی میبینیم که درشون دایورسیتی وجود داره، نظرات مختلف ابراز میشن، و کشورها و میبینیم که تا یه حدی سانسور وجود داره، تا یه حدی هم اطلاعات در اختیار مردم قرار میگیره. این کشورها و جوامع رو کلا توی اسپکترومی، توی یک فضای چند بعدی، این فضا در واقع باید الان مثلا نه بعدی کشیده میشد، ولی من نمیتونستم، در نتیجه سه تا اینا رو روی فضای سه بعدی کشیدم که ویژوالایزیشنش آسون باشه. ما هر جامعه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم توی یه جایی از این جاها قرار داره. مثلا جامعه آمریکا ممکنه اگریگیشنش اشکال داشته باشه، از این نظر زیاد خوب نیست، سیگنال اند نویزش هم خوب نیست، ولی دایورسیتی و فریدامش، مثلا من بخوام آمریکا رو بکشم اینجاها میکشمش، یه جایی که فریدام، دایورسیتی و اینکلوژنش بدک نیست، ولی از نظر سیگنال تو نویز، نویز بیشتر از سیگنال از طریق میدیا به مردم میرسه، و از نظر اگریگیشن هم که فرست پاست پست، پس آمریکا میفته اینجا. سوئد ممکنه یه جای بهتری بیفته. این هستش که این دیدگاهی که من الان با شما شیر کردم، کسی که بپذیره به یک برداشتی از دموکراسی میرسه که دموکراسی یک ایدئالی است که ما به سمت حرکت می‌کنیم. همونطور گفتم چند تا از دوستان به زیبایی اینو وسط صحبت مطرح کردن، ما باید به سمتش حرکت بکنیم، ولی در هر لحظه هر کشوری با توجه به وضعیتی که داره توی یک چیز نسبی دموکراسی قرار میگیره، و هر کسی تو همون استیتی که اصلا آمریکا خوبه که بتونه دایورسیتی و فریدامش رو حفظ بکنه و این وضع میدیاش رو اصلاح بکنه،
وضع سیستم رأی‌گیریش رو اصلاح بکنه. کانادا همینطور. هر کشوری باید ببینه وضعیتش در چه وضعیتی تو این فضای نهبودی وجود داره و سعی کنه اون دایمنشن‌هایی رو که خراب هست رو بهبود ببخشه. کسی که حرف منو بپذیره دیگه هیچ وقت به این سوال پاسخ نمیده آیا فلانجا دموکراسی هست یا نیست، به خاطر که این ماجرای صفر و یک نیست، این ماجرای رلتیوه و هر جامعه‌ای توی این اسپکتروم یه جایی قرار میگیره و یه کاری باید برای نجات و بهبود وضع خودش بکنه. و دموکراتیک پروژکت ویل ریمین اکسایتینگ. واقعا از همتون عذر میخوام، الان نمیدونم ساعت چنده، ولی من وقتی شروع کردم دیگه احساس کردم که حیفه که ناتموم بذارمش. خیلی ممنونم از اصلا دکتر قاسمی نجات. واقعا ساعت چند نهاره میشه به من بگین ساعت چند؟ 35 دقیقه است. خیلی ممنونم از اصلا، خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم. دوستان یه سری سوال دارن، فقط با توجه به اینکه خیلی فرصت نداریم، حدود 10 دقیقه یه روب دیگه نهایتا، خواهش میکنم فقط دوستان سوالاتون رو به صورت خلاصه بپرسین. آقای سهیل فکر میکنم دستشون اول بالا بردن. سلام، من خیلی استفاده کردم از صحبت شما، فقط یک موردی من شما اشاره کردید راجع به دموکراسی و اینکه مردم احساس چه میگم از دموکراسی احساس خوبی دارن یا اینکه واقعا پیشرفت شده در اون دموکراسی، چون این برای خیلی برای من مهمه، چون که ما خب بیشتر من فکر میکنم بیشتر احساس خوبی داریم تا اینکه واقعا دموکراسی واقعا چیز خوبی باشه در کل، و این احساس خوب و بعض وقتا خب رسانه ها میتونن برای شما به وجود بیارن یا از بین ببرن. یه صورت این هم یه تناقض هست و نرفتی سیستم های دموکراسی و سیستم هایی که خارج از دموکراسی هستن، هر دو برای کنن. یک مسئله این بود که من دارم، یه مسئله هم که شما اشاره کردی راجع به این به قول معروف معیارهایی که برای دموکراسی هست، من الان میبینم که خب خیلی هستن که یه نظراتی دارن در جامعه و نمیتونن این نظرات رو اعلام بکنن به خاطر اینکه احساس کنم براشون هزینه داره. من یه نمونه الان براتون میذارم، برای که حالت نمیخوام بگم حالا تایید بکنم پیشو یا نه، الان مثلا آقای مدینه باقی این روزهای اخیر این حرف رو زدن راجع به مثلا ازدواج همجنسگرایان. خب من فکر میکنم خیلی ها هستن که شاید نظر ایشون داشته بشن ولی خب نظر ایشون رو نگن، و به خاطر اینکه میبینن خب هزینهش زیاده، یعنی ما در جامعه دموکراسی دچار خودسانسوری هستیم. بعد مسلما این آدم ها وقتی که مثلا یک کاندیدای مثلا توی اون یک جامعه باز بیاد حالا غیر مستقیم بگه آقا من با حرف شما موافق هستم، به اون رأی میدن، حتی اونایی که ما بهش میگیم آره خاموش. این هم یک مشکلی هست که الان در حال حاضر تو این سیستم دموکراسی هست و بقول معروف یه جور تناقض ایجاد میکنه که واقعا ما مثلا اول احساس کردیم که خب مثلا دموکراسی وجود میاد که خب جامعه باز بشه، هر کسی بتونه نظراتش رو ابراز بکنه و نظرات همه به قول شنیده بشه، ولی بازی خودسانسوری هم وجود اومده. من به این دوتا بسنده میکنم، ببخشید که وقتتون رو گرفتم، خواستم واقعا نظرتون راجع به این دوتا مسئله بدونم، که یکی راجع به احساس که احساس به این که خوب هستش دموکراسی، یعنی احساس رضایت، یا اینکه واقعا زندگی در دموکراسی خوب هستش، و اینکه واقعا نظرات خاموش به کجا میرسه. خیلی من هر دو رو یادداشت کردم. ببینید سوال اولتون، هر دو سوال بسیار عالی است. من بهتون فقط اینو بگم که در جواب سوال اول شما، آقای چامسکی یه کتاب نوشته به نام Manufacturing Consent که تکست بوک رشته است که من توش دکترامو گرفتم، یعنی هر کسی میخواد بخونه و اینو بخونه. Manufacturing Consent یعنی گفته
در کشورهای دیکتاتوری که به زور مردم رو راضی میکنن فلان کارو بکنید، در کشورهایی که حالا اون من اینو سال 2007 نوشتم، اون کتابش 1985 نوشته، ولی اینجوری گفته، گفته در کشورهایی که دموکراسی هستن، حالا نگفته در یه لولی از دموکراسی هستن، من اگه بخوام اونو بگم میگم در یک هر کسی بالاخره تو یه لولی از دموکراسی هست، ولی تو این کشورها هر کسی که تو هر لولی از دموکراسی هست سعی میکنه که با مانیفکتچرینگ کانسنت همون کار رو بکنه که دیکتاتورشیپا میکنن، یعنی طرف خب مردمی که آگاه نکرده، اطلاعات کافی که بهشون نده، سواد کافی هم که ندارن، نصف 40 میلیون تاشون هم مثلا گشنن، کاری که میتونه بکنه این هستش که کانسنت رو مانیفکتچر بکنه، یعنی به مردم این احساس رو بده که این تصمیماتی که داره گرفته میشه خوبه، حرکتی که میره خوبه. این دقت کنین این گالوپ و دیگران دائم چیزی که مانیتور میکنن راجع به جامعه آمریکایی اینه، سوادشون نیست، اینه که آیا اپرووالشون از پرزیدنت چقدر. شما به این فکر کنین و از این بعد دقت کنین ببینین چه چیزی در جامعه آمریکا از همه بیشتر پول میشه و نظرسنجی میشه. تنها چیزی که مهمه اینه که آیا اینا کانسنت دارن به این اتفاقاتی که داره، احساس رضایت میکنن یا نه. بعد احساس رضایت که نکنن منم میشه میدیا فیل کرده. یه مثال ازتون میذارم، فرض کنید از شما الان و از مردم کانادا پرسیده میشه که آقا شما عملکرد کانادا در افغانستان خوب بوده یا نه، عشان به این فکر کنیم اینجا چی داره میجر میشه، کدومی که از شما تو افغانستان بودین که بدونین عملکرد، یا من در افغانستان بودم که بدونم که عملکرد کانادا در افغانستان خوب بوده یا نه. ما هر جوابی بدیم نشون دهنده نیست که ایمپرشن نیست که ما از میدیا گرفتیم در مورد همه مسائل ریموت، نه در افغانستان، در مورد از من بپرسن آقا در گواتمالا چه می‌گذره، هر چی راجع به چیزای ریموت از ما بپرسن از طریق میدیا به گوش ما رسیده. من اگر مثلا یه اکثریتی تو جامعه رأی بدن و رأی گیری بشه و بگن آقا ما در افغانستان عملکردمون بد بوده، این فقط نشون دهنده این هستش که میدیا نتونسته مردم متقاعد بکنه که این عملکرد خوب بوده، مردم به دلیلی متقاعد شدن که عملکرد بد بوده. این هیچ ربطی به واقعیت افغانستان نداره، نه این، حالا همه چیز دیگه. از من بپرسن آقا آیا در مثلا شهرداری مونترال کاراپشن تموم شده یا هنوز مثلا مافیا نقش دارن، من چه میدونم. من و دیگران و همه کسایی که تو این رای گیری شرکت میکنیم وقتی رای گیری انجام میشه به این برمیگرده که آیا میدیا موفق شده که ما رو به این قانع کنه یا نه. در نتیجه اون سوالتون بسیار عالیه و انتقادتون وارده که حالا این جملهتون من فقط که اصلاح میکنم اینه، نباید بگین در دموکراسی، خب هر کسی توی یه دموکراسی داره زندگی میکنه، ولی همه این افرادی که توی یه لولی از دموکراسی هستن یا احساس رضایت میکنن یا احساس رضایت نمیکنن رو قسمت اعظمش رو میدیا تعیین میکنه. مگه اینکه مثلا شما رو از کار بیکار کرده باشن، شما واقعا بیکاری و گشنگی رو لمس کنید، وگرنه از اینکه پرفورمنس دولت در زمینه اقتصادی چه شو چه میدونید. آیا مثلا فرض کن دولت کانادا رفتارش در هایتی خوب بوده یا نه، ماها تنها چیزی که میدونیم چیزی که از میدیا هر رأی هم که بدیم در واقع رأی گیری در مورد کیفیت میدیاست. نکته دیگه که گفتین رو من تو صحبتام گفتم، یه بار دیگه هم اینجا مینویسم، دو تا بلای دموکراسی، یکیش گروپ تینک و یکیش هم spiral of silence. تو یکی از اونجا بالاترم اشاره کردم spiral of silence، یعنی این که گروپ تینک این هستش که اگر میدیا به مردم این القا بکنه که آقا اکثریت مردم یه نظری دارن، یا خود فرد این فکر رو بکنه، این در واقع همون نظری رو که مثلا فرض کنید تو ایران زندگی میکنه احساس میکنه که همه مردم یه نظری راجع به هم جنس بازی دارن، همونو میگه، هر نظری هم که خوش داشته باشه نمیگه، اون میشه گروپ تینک. اسپارال آف سایلنس این هستش که فرض کنید یه نفری معتقده که باید همجنس‌بازی آزاد بشه، مثلا همجنس‌گرایی آزاد بشه، و این فرد احساس میکنه که همه باهاش مخالفن، هم میگه من چرا همچین کاستی رو بپذیرم، یه کاست بنفیت آنالیسیس میکنه، دروغ میگه، یا اصلا سکوت میکنه راجع به اون ماجرا. اینا بلایایی است که در دموکراسی، در دیکتاتورشیپ که حتما وجود دارن، طرف ازم میترسه که حرفش بزنه، در دموکراسی هم به صورت گروپ تینک و اسپایرال آف سایلنس خودشون نشون میدن و این کارو میدیا میکنه با ایجاد یه جوی که یه چیزی دامیننته، طرف مثلا حتی ممکنه با یک ایدئولوژی مخالف باشه جرئت نمیکنه بگه،
چه موافق همجنسگرایی باشه توی جامعه‌ای که همه مخالفن، چه مخالف همجنسگرایی باشه توی جایی که همه موافقن. هر دو این افراد خودشون رو سانسور خواهند کرد و این غیر از سانسوری است که دولت میکنه از طریق انفورس کردن اون رایت اپلیکیشن فورس. بر ترتیب هر دو تا پوینتی که مطرح کردین مهم. خانم سعید خدیر سلام عرض میکنم و تشکر فراوان از این بحث خیلی خیلی جالب که شخصا خیلی یاد گرفتم ازش. میخواستم خب همه ما میدونیم که یعنی مواجه شدیم مثلا اگه اکتیویست بوده باشیم توی مثلا یه زمینه خودمون، مثلا من توی هلتکر بارها دیدم که یه مثلا دیسیژنی دولت میگیره علی رغم اویدنسی که دانشگاهی ها میگن، علی رغم کانسنسوسی که توی سیویل سوسایتی هست، یه جوری مانیپولیت میکنه. حالا بعد از وکیشن یه قانونی رو به طور نیمه یواشی رد میکنه و مردم نمیفهمن و اینفورمیشن ندارن که بفهمن و همونجوری که گفتین اطلاعات هم مثلا توی خود مثلا استان کبک حدوداً 60% اطلاعات مال گروه به اصطلاح خانواده دمغه، مال یک گروه کاژیکو اینا هستش، یک 40% هم مال خانواده به اصطلاح پلادو کبکا هست. یعنی این مجموعه تلویزیون و مگزین و اینترنت، یعنی اینطوری. حالا از این 100% مثلا 2% غیره هستن، توی این غیره باز رادیو کاناداست که خب رادیوی افیشل دولته پس خیلی ریبل نیست، یا مثلا روزنامه لو دووار هم همیشه به سرای یکیش گروهی دوشه، دوش گروهی سهشه. اینطوری اینه که همیشه یه جوری بدهکاره به یکی از این گروه های بزرگ. و ضمن اطلاعاتون لوموند و لوموند دیپلماتیک خود بعد از اونم خصوصی شده فقط فرانسه. بله میتونین یه الان من چک کردم چون میدونستم، ولی یه به صورت چیز خیلی جالبیه که تمام میدیاهای فرانسه رو یه آناگرامی کرده و همه رو دور این مثلا میلیاردرا و اکسیونی که از اینا هر کدوم از چی دارن و اینا همه رو گذاشته، خلاصه این گروه ها رو. ولی لوموند به خاطر اینکه لوموند یه اکسپشن بود تو همه دنیا که به صورت کوآپراتیو اداره میشد. بله بله بله، خلاصه اینم برای اطلاعاتون، برای که درسته موافقم لوموند برای این خیلی معروف بود و مفتخر بودن، ولی لوموند هفتگی و روزانه که خیلی وقته، ولی اخیراً به خاطر مشکلات اقتصادی به صورت رسانه های نوشته، لوموند دیپلماتیک هم یه جوری مغروز و تو این رفت. مرسی. و میبینیم که ادیتوریالش هم کاملا مینستریم شده. حالا چیزی که میخواستم بگم برای من جالب بود اینه که بگم خب این دموکراسی که میبینیم توی خود جوامع دفیسیت داره. تازه مثلا ما خب نمیتونیم، مثلا همیشه برای من جالبه که چقدر همه میگن که خب کشورها مثل که یه ناحیه های کوچی مثلا یکی هن، در صورتی که الان با کرونا یا با محیط زیست میبینیم که ما بالاخره احتیاج داریم که این دموکراسی رو یه جوری اکسپند بکنیم که مثلا واقعا کرایسیس کلیماتیک یا کرایسیس بهداشت مثلا توی این مشکلات بشریت یه مقدار راحت بشه، باید همه کشورها با هم یه مقداری همسط باشن. حالا مثلا ما اینجا میگیم مثلا دموکراسی، ولی مثلا قهوه‌مون رو با قیمت خیلی کم، نفتمون و اینا، اینه که یه مثل زمان مثلا یعنی در اصل اون اسکلاوژمون رو یه مقدار بردیم یه جاهای دیگه، حالا بگیم که مثلا یا تو چین یا جای. حالا چیزی که من میخواستم بگم اینه که همون جوری که مثلا به جی دی پی ما گفتیم بعد از یه مدت که خب جی دی پی رو مثلا میگی مکزیک جی دی پیش مثلا خیلی بالاست، ولی مردمش مثلا وحشتناک، مثلا مرگ و میرشون و سطح زندگیشون و ویولان به اصطلاح خشونت و اینا. حالا برای دموکراسی هم آیا کار شده که یه ایندکس بکنن؟ مثلا برای جی دی پی یه ایندکس دیگه در آوردن، ایندکس آف هیومن دیولپمنت، که مثلا توی یه کشورهایی که مثلا مثل آمریکا یا اینا رو مقایسه میکنن حتی با کشورهای توتالیتاریان که مثلا کوبا هست یا و این ایندکس آف هیومن دیولپمنت مثلا میاد یه خود این جی دی پی رو مثلا چیز میکنه، بالانس میکنه. مثلا ممکنه که جی دی پی مثلا مکزیک بالاتر از سوئد باشه ولی رفاه مردم سوئد یه جوری بیشتره. حالا اینم دموکراسی هم خواستن آره همچین ایندکسی داره که مثلا نسبت به بقیه چیکار میکنه، نسبت به مدیا چیکار میکنه، نسبت به مثلا
دانشگاهی ها یا تصمیمش رو روی اویدنس میگیره، همه اینا هستش هم چیزی. بله، من دو تا چیز میخواستم بگم. اول این سوال دوم که ساده‌تر جواب بدم، این بله راجع به دموکراسی هم ایندکس وجود داره، دموکراتیک ایندکس و این حرفا، ولی هر کدوم از این سازمان هایی که چه این ایندکس رو و چه ایندکس های دیگه در مورد اقتصاد اینا رو درست میکنن، اینا ایدئولوژی خودشون رو اعمال میکنن و ایدئولوژی هاشون از طریق کوئفیشنتی که توی اون ایندکس در نظر میگیرن، یعنی مثلا فرض کن اگر این ایندکس رو ما در نظر بگیریم آی، اینا بالاخره باید بگن آقا مثلا وضعیت الکشنشون یه ضریب آلفا بدن، به علاوه وضعیت مثلا اقتصادیشون اکونومیکشون رو باید یه ضریب بتا بدن و غیره. اینا مثلا میری میخونی ببینی بله خب این همه پارامترها رو در نظر گرفته، ولی اون ضریب هایی که میدنه که تعیین کننده است. مثلا من چند تا از این ایندکس های دموکراسی رو نگاه کردم، شما خودتونم هر وقت یه ایندکس دموکراسی دیدین با تجربه خودتون میتونین محکش بزنین. مثلا ایندکس دموکراسی طرف داده عربستان بالا ایرانه، خب این مشخصه که این کسی که یه همچین ایندکسی رو طراحی کرده به اون پارامترهایی اولویت داده که مثلا وضعیت اقتصادی رو بالاتر از وضعیت دایورسیتی فکری مثلا توش داده. اینه که من توصیه نمی کنم که به این ایندکس هایی رو که دیگران و سازمان های مختلف چه شرق چه غرب، یعنی اگه روسا ایندکس بدن یا چینی ها ایندکس بدن بخوان آمریکا رو رنگ کنن یا آمریکایی ها بخوان چینی ها رو رنگ کنن، شما به اون ایندکس نگاه نکنید. به نظر من هر کسی، یکی از مکافات های ما در جریان در دنیای امروز این هستش که این سورس های اطلاعاتی ما چون ما وقت نداریم، چون من وقت ندارم خودم بشینم این ایندکس رو درست کنم، باید بشینم به یه ایندکسی که یکی دیگه درست کرده ریلای بکنم، و ما وقت نمی کنیم بریم بخونیم ببینیم آقا این ایندکس از چه پارامترهایی استفاده کرده و کوئفیشنت هاش چیه. این هستش که من همه پارامترها رو لیست کردم و امیدوار هستم که تک تک ما همونقدر که وقت داریم و همونقدر که علاقه داریم بریم و تک تک این دایمنشن ها رو واقعا کوالیتیتیولی آنالیز بکنیم و بفهمیم که به جای اینکه، یعنی ببینید این چیزی که من دارم میگم آلترناتیو ایندکس کردنه، من میگم بریم بگیم به جای اینکه بگیم آقا این کشور آمریکا نمرش تو ایندکس ما میشه 75، بریم قشنگ بگیم آقا در آمریکا فریدام آزادی بیان وجود داره ولی آزادی بیانشون هیچ تأثیری در مثلا موقع اگریگیت شدن نداره، یا اینکه شرکت ها بیشتر از افراد دارن، جاش رو مشخص بکنیم، نقاط ضعف و قوتش رو بفهمیم آقا این کشور توی این نه بعدی که دموکراسی داره اینجاست، این بیشتر کاربرد داره، چون بعد ما میتونیم اصلاحش کنیم، بگیم آقا من دوست دارم این مثلا تو ایران فریدام پرسونال فریدام کمه، به جای اینکه ما بگیم ایندکس ایران این ایندکس ها اینجوریه پرسونال فریدام رو بهش میده ضریب 1000، ایران میشه بدترین دموکراسی دیکتاتوری تاریخ بشر چون زنها باید روسری سرش کنن، ولی اگه ما بریم بگیم آقا ایران اینجوریه، اینش هست اینش هست این دایورسیتی هست این فلان هست، ولی این وضع مثلا فریدام لباس پوشیدنش در این حده، اون وقت میفهمیم که آقا به جای که کل ایندکس رو بگیم آقا نمره فیلیر گرفت، میفهمیم که آقا اینجا این دایمنشن تضاد طبقاتی و چی باید توی اون جامعه اصلاح بشه کار. یعنی من اصلا فکر میکنم رفتن دنبال ایندکس کردن بیشتر به درد تبلیغات همون ارگان ها و سازمان ها و تینگ تنگ هایی که ایندکس رو درست میکنن میخوره تا به درد یه کسی که میخواد یه اصلاحی انجام بده. کسی که میخواد اصلاح انجام بده باید بره ببینه تو همه این دایمنشن ها ما کجاییم و کجا رو میتونیم بهتر کنیم. در تایید قسمت اول صحبتتون آرزو خانم میخواستم اینو بگم، چامسکی یه چیزی راجع به این نقش میدیا گفتین که و مالکیت میدیا اینا گفته، حالا این میدیا که یا کپیتال هست یا دولت گاورمنت، چامسکی میگه این میدیا نقش یه فیلتر رو بازی میکنه. حالا اون کسایی که پروپاگاندا تئوری چامسکی رو خوندن اینو حتما بیاد میارن. این میگه یه سری اتفاقات تو جهان خارج تو خود کشور ما و تو کشورهای خارج میفته، ولی خب ما که خبر نداریم، ما نشستیم تو خونمون بجز شهر خودمون اون چیزایی که هوا رو آسمون رو نگاه میکنیم ببینیم ابریه یا نیست، بقیه چیزا رو میدیا داره به ما میگه. حالا خیلیا به جای که برن آسمون رو نگاه کنن اونم رو موبایلشون نگاه میکنن، در حالی که به جای کلاشون رو بکنن بیرون اونم میدیا بهشون میگه، ولی این میدیا مثل یه فیلتره و اگر اینا دست به دست هم دیگه بدن، مثلا توی شهری یا کشوری که خیلی از کشورها اینجوریه همشون مالکیتش متعلق به یک دولت یا متعلق به یک کپیتال
یا اونرشیپ باشه، اینا اون چیزایی که بخوان فیلتر میکنن، اون چیزایی که نخوان فیلتر نمیکنن. در نتیجه اون چیزی که تو مغز این آقایی که من عکسش کشیدم اینجا میگذره رو میتونن کنترل بکنن، چه دیکتاتوری باشه چه ظاهرش دایورسیتی 20 روزنامه باشه. مثلا سالهای سال ونکوور سان که تو ونکوور منتشر میشه با پروینس که تو برنامه هر دوش مال یه کشور بودن، مال یه شرکت بودن، در نجا هرچی می نوشتن یه هیئت تحریری داشت، یه ورژنش این چاپ میکرد یه ورژنش اون چاپ میکرد. مردم فهم میکنن که مثلا ما دوتا روزنامه بخوریم دو برابر اطلاعات گیرشون اومده، در حالی که از یه فیلتری، چامسکی اسم اینا رو میذاره فیلتر، اینا از یه فیلتر میدیا واسه یه فیلتری عمل میکنه که اون چیزی رو که به منافع صاحبانش و تصمیم گیرندگانش و اینا بستگی داره رو اونو میذاره به ذهن مردم برسه. که اینم باز خیلی هم ممنون از ماجرای لوموند که البته امید منو ناامید کردین، ولی خب ان شاء الله یه لوموند دیگه به وجود خواهد اومد. ممنون آقای دکتر، مرسی.